شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش نوزدهم فصل سیزدهم سید میران سرابیان شب موقعی به خانه برگشت که دو ساعت از شب گذشته بود موهای صورتش را مثل جوانان دو تیغه تراشیده و سیبیلش را به طرز نوینی اصلاح کرده بود دستمالی سبزی خوردن در دست داشت که با اخم به هما داد زن برخلاف معمول همیشگی که عصر به عصر وزک خود را تازه می کرد کاملا ساده می نمود موهای خود را که آن روز بعد از ظهر بالا زده بود رها کرده بود در رفتار و طرز برخوردش نوعی اعتراض و کنار جویی قمزالو دیده می شد که به نظر مرد ناخوشایند و مکارانه آمد اما در چنین کیفیتی بیان که کاملا پیش برود دستمال را گرفت در آبکش خالی کرد خالیش را تکاند شست و برای آنکه خشک بشود روی دسته صندلی انداخت در جواب شوهر که پس از بیرون آوردن لباس و آرامیدنش از احوال بچه ها جویا میشد گفت به خورشید گفتم رفت چراغ اتاقشون رو روشن کرد اما شامی رو که برشون فرستادم از روی قهر با لگت زده ریختن بسیار خوب گرسته نبودن ولی اونا در کاسی یک آجر پاره بذار و بفرست گرسته که شدن اونو میخورن کدومو چون این کاری کرده؟ کارشون نداشته باش بچم حق دارن عصبانی ناراحت باشن برای منم شاخشونه کشیدن ویژن با سنگ بزرگی که به طرفم پرد کرد شیشه پنجره رو شکست و مهدی به صدای بلند فوشم داد از ترس در رو بری خودم بستم و بعد از رفتن تو تمام مدت عصر رو نتونستم به حیات برم. حتی خودریزای شیشه رو هنوز جمع نکردم. اما گفتم کارشون نداشته باش. بچه هستن. کم کم اخت میشن. خودشون راه خواهند اومد. سید میران خون سردانه شیشه را که شکسته بود نگاه کرد و برخواست همان در را گشود گفت بچه هستن تو میگی بچه هستن اون یکی بزرگه که اگر شوهر کرده بود حالا دوتا سکتوره تو بغلش بود حتما اون اونا رو بادر کرده از فردا چشمش کور بعد بشینه ته خونه و جای مادرش به خوراک و پوشاک و زندگی برادرش برسه یاد بگیره چطور دیزی بار کنه بهتره تا بره درس پیچ دادن مو یا گره زدن روبان سر رو بخونه اصلا من نمیدونم درس به چه کارش میخوره بهران چطور اون چیزی نگفت نه اون پسر نجیبیه با من میانش خوبه من دوستش دارم برادرش رو که میخواست با چوب توپ بازی یورش بیاره و منو به زن مانع شد اون رو هم باید به دوکم بفرستم از پسر مرشد نجف نه کوچکتره نه ناز پربرده تر تا همینجا که خونده بستشه خود من یادم یاد هنوز هفت سالم نشده بود تازه دستم به چفت در میرسید که میرفتم از کوب بوته میابردم با پدرم در چشم سفید یا بر پشت کتی را می کندم. همراه گله با شوانکاران به قشلاق میرفتم رفتم. و ششما به ششما رنگ صورت مادرم رو نمی دیدم. در عمرم هرگز نفهمیدم بازی چی هست. همینه که انقدر بیاتف و زمخت بار اومدی. تو معنی مادر بر اون رو نمی فهمی. هنوز هم که هنوزه من باورم نمی شه که تو از سر جد این کار کرده باشی. میخواستم خواهش کنم پیش از اون که شام بخوری بری و هر جا که رفته برش گردونی من حتی از رفتار ناپسند عصر خودم پشیمونم تقصیر من بود که سر حسادت آتش دعوار میان شما دامن زدم هرگز تا این حدش رو راضی نبودم و نیستم طلاق آهور و مردم از چشم من خواهند دید به من توفل لعنت خواهند کرد اگه لازمه یکی از ما طلاق بدی بسر اون یکی من باشم اون بچه داره خدا رو خوش نمیاد بلند هر جا هست برش کردون و امشب هم همونطور که به اون قول دادی برای دلجویی تو اتاق پهلوش باش از این حرفا گذشته مردم هر چی میگن بگن و هر چی میشه بشه اون پنج سال زن من نیست زندگی برای اون در این خونه از عذاب جهنم بدتر بود اطمینان داشته باش نه تنها از گرسنگی نمیمیره بلکه روزگار بهتری هم پیدا میکنه هما بخنده گفت بلکه همچواره بهتری به چنگش اومد. اما یه مطلب دیگه. آیا میرزا نبی یا آقا بزرگ یا این و اون میانجی نمیشن که از سر تقصیرش بگذری و اونو برگردونی؟ بدون شک اون الان به یکی از این دو خونه رفته. مردا خیلی زود زورگیر میشن. به کسی مربوط نیست که من اونو برگردانم یا طلاق بدم. هر کس مسئول کار زندگی خودشه. من در تمام مدت عمری که کردم جز این صدایی از بوغ دهن گشاد جامعه نشنیدم اونا موقعی ممکنه پروپا بیچه من بشن که از کنن در کاری که کردم تصمیم جدی ندارم وگرنه چه حقی دارن که در مسائل خصوصی زندگی کسی دخالت کنن و اما درباره زمختی و بیاتفگی من بلند شبور شما بکشت به این مطلب میرسیم فعلا پهلوان زنده را عشق است اون بیاتفگی که یه سرش جنون پرسیدن تو باشه چه بدی به حال تو داره بازیای کودکی ایام از دست رفته ی جوانی مال و مقام و آینده و زندگی و همه امیدهای داشته و نداشته من اجالتا در یک چیز خلاصه شده وجود تو عشق تو میگم اجالتن چون من هرگز عادت نداشته و ندارم که درباره آینده فکر کنم به نظر من هدف زندگی و همه جوش و خروش ها و هرس و جوش ها و دوندگی های بشر عشق شاید نفس کلی اجتماع که بدون شک از قرائز بس عمیق پیروی میکنه این مسئله به شکل عالیتری تری قابل تفسیر باشه و مسلما هست اما منی که میبینم مطلوبم رو در دست دارم دیگه چه قصه ای باید در دل بپرورونم این گفته درویشانه که سرسپردگی کامل مرد را به عشق زنش میرسان یک بار دیگر روح هما را به وسعت آسمان منبسط کرد شام را با عجله کشید و سر سفره آورد تا رشته گفتگو را در همان زمینه ادامه دهند زن و شوهر در عالم معنوس خود به نظر می آمد که زندگی جدیدی از سر گرفته مانند اولین شبی که دلدادگانی تازه به هم رسیده به قصد گذراندن ماه اصل به شهر دور و قریبی سفر کرده اند وجودشان برای هم تازگی داشت. گاه مانند دو پرنده جفت هنگام شب در لانه از جور ابر و جفای طوفان آهسته جیک جیک می کردند و گاه بی هیچ دلیل به خنده در می آمدند. لغمه میگرفتند و به دهان همدیگر دیگر اما در چهره مردانی شوهرش خطوط زیبای دیگری می دید که عبوحت عشقش را بیش از پیش آشکار مینمود. نمود. چشمای او با همه چلوک های ریز و درشتی که مثل جای پای مرغ بر اطرافش حلقه زده بود هنوز نه تنها گیرندگی خود را از دست نداده بود سهل است از پرتو به فوقلاد نافذی برخوردار بود که اگر با هوشیاری صد درصد به کسی مینگریست نگریست بی گفتگو هیبنوتیزش می کرد دندانهای او مصنوعی اما تبسمش گرم و گرمی بخش و حقیقی بود که مانند یک میوه پوست کنده سمیمیت باطنیش را میرساند. رسند. سمیمیتی که بعد از گذشت پنج سال هنوز قوس سعودی خود را طی می کرد. فکا و چانه اش مردانه خوشتر، صاف و در حالت تراشیده از لحاظ یک زن تا اندازه ای حوثنگیز بود. موهای سرش را هر هفته رنگ میگذاشت و زعفرانی میکرد. صورتش را یک روز در میان از ته میزد میکوشید کمر خود را که گاه در زیر بار عمر لرزشی مینمود راست نگه دارد تا حد امکان جوان و نیرومند نمود کند با پیری و سستی این دو دشمن استهزاگر عشق و زندگی رستمانه نبرد میکرد نه برای آنکه دو روز بیشتر زنده بماند نه برای خودش بلکه به خاطر عشقی که مانند یک گل لطیف و کوتاه عمر در گلخانه وجودش زندگی زمستانی را از سر می گذراند. برای آنکه فقط یک روز یک ساعت یا حتی یک دقیقه بی ارزش در این بزم شورانگیز نقش جوان را بازی کند با این کیفیت اگر هما در گذشته به همه احوال عاشقانه شوهر از زاویه مخصوص بدبینی است ترس و تشویش مبهم همیشه گوشه دلش را خالی کرده بود اکنون بعد از آن که تجربه مکرر چپ و راست با او ثابت کرده بود که وی چنان که مینمایت هست دیگر برای از جای نگرانی نبود با همه بروزندگی و زیبایی و رعنایی کم نزیرش پنج سال با عشق این مرد ساخته بود بعد از آن هم البته که میباید بسازد او که بعد از قطع امید از حاجی بنا و دقلوهای عزیزش کوچکترین شاخه ای را که پرنده امید برام بنشیند و نغمه سر در گلستان وجود خود سراغ نمی کرد خواه ناخواه نمی توانست به دوستی و اعتماد شوهرش چنگ در نیاویزد عشق سید میران به او نه به خاطر شخص خودش یا دنباله ای از شخص خودش که تصادفم و با کمال تأسف دست تقدیر یا اتفاق قطعش کرده بود بلکه فقط و فقط به خاطر گل وجود وی بود این مسئله مسلم بود که اون از سید میران و از هیچ مرد دیگری بچه دار نمی شد. پس بدون یک چنان عشق پرتب و تاب و درخشان برای او جهان وادی شومی بود که به زیستش نمی ارزید در محبت های متقابلی او نسبت به مردش با همه ی رگه های تلخی که گاه گاه زیر زبان می آمد و قده های چشایی را می آزرد چنان رنگ و بوی اشتها انگیز و طعم دلپذیری دیده می شد که جهش و جوشش کشش و کوشش عاشق را صد چندان می کرد و کار او را به معنی حقیقی کلمه گاه به مرحله بیچارگی می کشند. دویار جان در یک قالب بر نردبان عشق و عاشقی هر روز که میگذشت یک پله بالاتر می رفتند و با هر پله چشمانداز رنگین دیگری از رمزها، کشفها و الهامها به روی آنان گشوده می شود. در دایره کون و مکان همچنان که امروز طبیعی دانن از پیوند دو نوع مختلف نوع سالسی خلق می کنند آن دو در تهیه مقدمات چنین آزمایشی بودند که از پیوند دو روح یا مستحلق کردن یکی در دیگری روح یگانه سالسی بسازند که به نظر و فلسفه سید میران می در جسم جاندار دیگری مثلا یک گل یا پروانی زیبا که خارج از حیطه احتیاج و گناه و زمان و مکان بود به زندگی جاوید ادامه دهد در علاقه هما به سید میران بدون شک بدرفتاری های کلبی معابانی شوهر قبلی او که ویدا طالب پردگاه برده بود تأثیر کلی داشت اما به طور مسلم اگر وجود آهو و چشما هم چشمی های با او را از این میان حذف میکردند موضوع قابل ذکری باقی نمی ماند اما برخلاف تصور هما و سید میران و همه حدس هایی که هر یک از آنها آن شب پیش خود زدند آهو نه به خانه میرزا نبی و آقا بزرگ رفته بود نه پهلوی خانوادی خیش دورش خیرالله شاید اگر جام جهنمای جم را نیز پیدا میکردند و به دست سید میران میدادند نشان او را در هیچ نقطه دور و نزدیکی از آن شهر نمی یافت زیرا آهو در هیچ جا نبود جز در همان خانه که میباید باید نسل بعد نسل نوه و نتیجه هایش را زیر سقف خود بپروراند از, روز از آن روز پس از آنکه شوهر بیرحم خشونت و خاری نگفتنی از در خانه راندش و بیرون کرد و در را پشت سرش بست زن بینوا سر و پا برهنه و بدبخت خود را وسط کوچه ای دید که سالیان سال کوچک و بزرگ ساکنینش او را کدبانوی تمام ایار خانه و کلانتر زن محل می شناختند احانت و خفتی بالاتر از این در دایره تصور بشر نمی گنجید از بخت نیم مساعد آهو لنگه در خانه صاحب خانم زن آقا بزرگ باز بود و او پیش از آن که به آن وضع به وسیله کسی دیده شده باشد خود را به درون گذاشت. ده دقیقه بعد اکرم کفش و چادرش را به او رسانید و همین که هوا تاریک شد علا رقم تهدید سخت و سفت مرد که گفته بود هر کس او را به خانه راه بدهد چنان و چنینش خواهد کرد با قایم موشک بازی مخصوص به طوری که هما ابدا بو نبرد به خانه آوردند. به این ترتیب که اکرم با عکس های یک جورنال خیاتی سر هما در اتاقش گرم کرد و خورشید خانم با دادن چادر نماز خود به او وی را به اتاق خود که نزدیک دالان بود برد. سر شب را تا آمدن سید میران و شام خوردن و خوابیدنش به حال مفلوکی در صندوقخانه اتاق خورشید گذراند از وضع خار و زار و در این حال مزهک خود گاه می گریست، گاه می خندید خیلی زود بچه ها نیز از موضوع خبردار شدند اگر غیر از این بود آنها تا صبح سوده می کردند به هوای رفتن به مستراح به رهبری خورشید و با قید احتیاط کامل یکی یکی به آن اتاق به مادر سر می زدند و بر می گشتند. یا بعضی از آنها که کم بودند همانجا پیشش می ماندند. خوشید خانم از شاهکاری که زده بود وجدانن راضی بود اما خواه ناخواه نمیتوانست دل واپس نباشد معلوم نبود اگر سید میران شستش از قضیه با خبر میشد چه تصمیماتی برای او گرفت. این مرد مثل اغلب اهالی کرمانشاه هرچه در لحظات معمولی نرم و دمدمی دهنبین و باری به جهت بود در لحظات بحرانی یک دنده نازوک بین و کجتاب می گردید. آن چرمی میشد که به هیچ آبی نمی خیسید. خصوصا این که زن فقیر و بینوا که قصد داشت به اوتو کشی برود از او خواسته بود که پیش صاحب کار زاملش بشود. برعکس خورشید خود آهو هیچ گونه ترسی از شوهر نداشت. وقتی شنید که شوهرش بعد از بیرون کردن او چه به همسایه ها گفته است با بی اعتنایی کسانی که آب از سرشان گذشته است شانه ها را بالا انداخت و چیزی نگفت. قضیه اصل چنان روح و شخصیت زنانه او را از پادر آورده و احساساتش را جریه دار کرده بود که نمیخواست و توانست به خوب یا بد طلاق بیندی شد. کلارات جریان آمدن پدر به اتاق، شکستن چفت صندوق، و برداشتن گلوبند و انگشترها را بیان کرد و مادر با همان خونسردی اندوه گینانه اش جواب داد لابدونم میخواد خرج قر یارش بکنه میبینم روزی رو که کشکل گدایی به دست دور کوچا به گشت افتاده زیر زبان آمد بگوید که شوهرش هزار تومان قرض دارد پیشتن را نگه داشت و در دل به صد زبان نکوهش کرد این چه خبریه که میخوایی به خورشید بدی زن؟ تا که میدون این زن نخود زیر زبونش نمیخیسه میخواد با یک کلمه آبرو اعتبار شوهرتو میون سر همسر به باد بدی؟ فرداست که یک کلاق چل کلاق ورشکستگی اونو در همه جا اعلام کنند سید میراد این خبر رو حتی به هما نگفته شوهر خورشید که در خانه بود چیزی نمیگفت مثل اینکه اصلا اتفاقی در خانه نیفتاده است چون هر لحظه احتمال می رفت که هما هنگام به آمدن قفلتا به این اتاق بیاید زری خواست در اتاق را ببندد مادرش مانع شد این کار بدگمانی هما را بیشتر می کرد زیرا تابستان بود و بستن در اتاق معنی نداشت بیژن با کل خشکی همیشگیش که عصبانیت و انتقامان را تشدید کرده بود چماق جلال را از گوشه ای پیدا کرد و گفت اگه بخواد به این اتاق بیاد جلوی ایون مغزشو می میکوبم آهو به او لبخند زد و پرسید اگر آقا بیاد چی کارش میکنی؟ بیژن به این سوال حیران ماند چه جواب بدهد آنجا در صندوقخانه اتاق خورشید کندوی گلی دوخرواری بزرگی که در اصل جای آرد و آزوقه خانواده صاحبخانه بود گوشه ای را اشغال کرده بود یان که هرگز مصرف حقیقی پیدا کرده باشد. اتفاقا در همان موقعی که آهو این سوال را می کرد سید میران در زد و وارد خانه شد. مهدی در عوض برادرش گفت اگه آقا فهمید و تو این اتاق اومد مامانو می تو کندو. آهو خندید و اشکش را با چادرش پاک کرد. پرسید گفت این کندو رو گذاشتیم بر خودت. وقتی خواستیم دودل تو ببریم بر اون که خجالت نکشی مجبوریم تو تو کندو بکنیم آهو گونه ای او را گرفت و بوسید دودولشو تحت اقاری عزیز من که اینقدر دلسوز مادر هستی برای آنکه حسودیش نشود کلارا را هم که کنارش نشسته بود بوسید دختر اگر به خانه شوهر هم برود باز در نظر مادر بچه ای بیش نیست حالا اینکه کلارا در سن 17 سالگی هنوز واقعا بچه بود. آخرین باری که سید میران به حیات آمد به اتاق برگشت و هما چراغش را پایین کشید آهو با خاطر جمعی نسبی از نهانگاه پست و محقر خود که همان صندوقخانه خانه باشد بیرون خزید و نیم ساعت بعد در اتاق خود کنار بچه هایش خفته بود. صبح روز بعد هما زودتر از معمول از خواب خوش خود برخاست. شوهرش سماور را آتش کرده بود، مسواک و صابونش را برداشت و برای شستشو پایین رفت. اما بیان که بتواند دندانش را مسواک بزند به اتاق برگشت. ضمن اینکه خبر بودن آهو را در همان خانه به شوهر میداد با اثر کمی از ناراحتی در لحن صدایش گفت این زن اگه به سادگی زیر بار می دفت، طلاقش کار نادرستی بود رگ و را از هم جدا کردن در حکم جنایته همطور که دیشب تو گفتم بازم تکرار می کنم اگه می از درد سر دوزنی و عذاب آسوده بشی منو طلاق بده این مطلب رو کاملا جدی میگم سرابی منو طلاق بده و خودتو جمعی دیگر رو راحت کن طلاق من آسونتر از اونه سید میران از زیر ابروهای پرپشت خود با شماتتی شوخ او را نگریست. به تدریج که نگاه یکی طولانی تر میشد، رخسار دیگری از شرم شکفته تر و رنگ بهار مانندش گلگون تر می گشت. مرد از این جنگ یا بازی نگاه ها دست برداشت؟ پرتو پلا میگه ها؟ چرا پرتو پلا؟ به خدا از ته دل میگم باور نمی کنی؟ خیلی خوب اگه به مزر رفتم هر دو شما رو طلاق میدم همچنان که یه روز رفتم یکی از رو بکشم سیزده دندون کشیدم و به خونه برگشتم اصلا میخوام از این پس تنها باشم هما به تو گفتم تو اگه بمیری از دست من خلاص بشی مثل همون زندونی که خودشو به مردن زد و به این حقه از بند نجات پیدا کرد غیر از این دیگه راهی نیست چرا یه راه دیگم هست و اون اینه که من بمیرم همو با بیقراری دستش را پیش آورد که جلو دهان او را بگیرد وا تو رو به خدا خدا چنین روزی رو پیش نیاره دشمنت بمیره آرزو میکنم روی این زمین نباشم که مرگ تو رو به چشم ببینم عزیزم من تحمل سیاه پوشیدن و بیوه نشستن بعد از مرگ شوهر رو ندارم اگر چنان زن بیباک و قدی اراده نباشم که پس از دل دادم مثل کلوپات را با مار در یک بستر بخوابم لاقل اینقدر صفت دارم که دعا کنم پیش از تو بمیرم اگه دعای تو مستجاب نشد اون وقت عهد میبندم که بعد از مرگ شوهر مثل ساتیکا لبخند به لب با اون به قبر برم سید میران به صدای بلند قاه قاه خندید و ما در حالی که می نشست تا چای بریزد گفت حرف من خنده نداشت مگه خودت برام تعریف نکردی که در هندوستان ای بوده یا هستند که به این رسم عمل می کردن. اگر افسانه باشه من از این جهت که مقام عشق و به آسمون هفتم بالا میبره دوست دارم که حقیقت باشه و اگر تخیلات و احساسات دور از عمل کنار بذاریم به تو سراحتا قول میدم همچنان که همه جور در راه من بودی منم تا آخرین لحظه عمر ناقابلم رو در راه تو باشم فقط به شرطی که بگی آیا فلواقع من رو دوست داری؟ چه چیز من جبل توجه تو رو کرده؟ سر تا پای وجود تو کمال جسمانی من زیبایی تو رو میپرستم و این متاسفانه تنها چیزیه که با افزایش سن زوال پیدا میکنه برو عقل یاد بگیر که روز به روز بر مقدارش افزوده میشه بر من فرقی نمیکنه که خودم دوست داشته دو باشی یا زیباییم رو بگو سراوی اگه من ببینم تو چیکار میکنیم اگه داشتم مثل شاه جهان آرامگاه بزرگی از مرمر سفید برات می ساختم در تابوت بلور جات می دادم. پس از تو دیگه زن نخواهم گرفت و وصیت خواهم کرد که هنگام مرگ در کنار تو خاکم کنند اگه نداشتم به یک چارتاقی ولو اون که با دست خودم برات بسازم قناعت میکنم خوب گفتی سروی اما من ترجیح میدم که اون چارتاقی رو تا زنده بودنم و همون روی خودم بسازی نه روی قبرم چهار محکمی که شمعکی هم وسطش باشه سواب این کار مطمئنن از ساختن مسجدم بیشتره اما از شوخی گذشته تنها خواهش من اینه که بعد از مردنم حتما زن بگیری نه اینکه نگیری منتها زنی که از من خوشگلتر باشه گوش کن آیا فل حقیقه قصد داری امروز به محضر بری؟ همیالا اونم میبری؟ نه چه لازم کرد اونو با خودم ببرم همون کسی که سیغه عقد و پس بیخونه موظف حکم رو به زن طلاق گرفته ابلاغ کنه سید میرام با این گفته آخرین جرعه چایش را خورد و استکان را با صدا در نعل بکی گذاشت با اینکه طبق عادت معمولش یک چای دیگر داشت که بخورد تند از جا برخواست و به پوشیدن لباس مشغول گشت. هما با تشویش مبهمی او را نگاه کرد. وای سرابی به خدا تو از حاجی بنا سنگ دلتری. من از او ترسم که آه آهو هر دوی ما رو بگیره. پس اقل تو مثل اون مرد نکن. و رو ازش نگیر. ها؟ خدایا چطور میشه؟ مردم به من چی میگن؟ سب کن ببینم. بند شلوارت از پشت تاب خورده. این پیرن هم که اومدی عوض کن. من تعجب میکنم تو چرا انقدر عرق میکنی اگه هر روز یک پیرم بپوشی باز کافی نیست همو بند رودوشی شلوار را که تاب خورده بود درست کرد هر دو یک لحظه گوش فرا دادند گویا کسی در حیات را زده بود دختر خورشید به پاسخ گفتن رفت و برگشت جلو پنجره صاحبخانه آمد و با کمرویی و پخمگی اشخاص نیمه محجور به طور سرزبانی گفت هما خانم هما خانم دم در حیاتی آجان مشهدی رو میخواد میگه با صابخونه کار دارم هما به شوهرش نگاه کرد سید میران کمی رنگش پرید اما جا نخورد آجان اسم سنگینی بود ولی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است با خود فکری کرد و گفت پر دور نیست که از طرف نظام وظیفه باشه من از این پس دیگه غلط بکنم کار خیلی برای کسی نکنم 20 سال پیش که خودم اصلا یادم نیست برای پسر موسا تیرفروش فروش شهود شدم تا سجل بگیره حالا وقتش رسیده میخوان اونو به خدمت اجباری ببرن پدرش ده سال گور به گور شده و خودش هم معلوم نیست کجاست زنده است یا مرده و من در این میانه گیر مکافات اومدم اما از پشت شیشه بیرون را نگاه کرد در همان حال سید میران با عجل کتش را پوشید سیگاری به چوب زد و از ایوان پایین آمد. در حیات با اضطرابی نیمه آشکار سینهش را صاف کرد. آجان گفته شده که هیکل متوسط شکم برآمده و گناه های فرو رفته ای داشت مثل اسکرهای عثمانی در دوری اشغال ایران با گستاخی مخصوص تا دم در ورودی دالان پیش آمده بود. عوض چکمه شلوار راستا به پا داشت. یک پایش روی پله دالان و پای دیگرش داخل حیات بود. سید میران نزدیکتر که شد سایه چند هیکل ناموافق دیگر را در زاویه نیمه تاریک دهلیز خانه تشخیص داد. دلش مانند دیوار چینی با صدای وحشتناک فرو ریخت. ترس و اضطراب جهان ناگهان بر سرش تاخت. در میان آنها قیافه سقرا مفتش لباس مردانه ای که می پوشید و همه اهل شهر علم به احوالش داشتند بول میخورد. خورد چشم های بی آتفه و کاوندهش را که چون سرب سرد و سنگین بود به آمدن او دوخته بود گویی میخواست از خود طرز قدم برداشتنش مطلب کشف کند پیش از آن که کلمات را به هم بپیوندد و بپرسد که با او در آن وقت صبح چه کار دارند یکی از مردها که ظاهر معدب تری داشت جلو آمد و به آرامی گفت به ما گفتن در این خونه قاچاخ هست ممکنه چند دقیقه مزاحم وقت شما بشیم سید میران از محکمی کار خود و همچنین جای پارچه اطمینان داشت در حالی که سرش از یک تکان ناشناس می پرید جواب داد گویا خلاف برز مبارک شما رسیده بفرمون ترجره که میخواهید بگردید دستش را به طرف حیات وسیع گشود پاسپان شکم گنده همانجا که ایستاده بود ماند تا تمام حیات و آمد و رفتنهای همسایگان را زیر نظر داشته باشد و چنان که بعد معلوم شد پاسبان دیگری نیست در همان موقع در بیرون کشیک میداد مفتشین که از طرف گمرک آمده بودند از صاحبخانه خانه پرسیدن چه اتاقهایی در دست خانواده خود اوست. سید میران دو اتاق بزرگ و کوچک را با نشان داد به همراه او و با تعارف و تکلفی خشک و یخ زده که از هر فحشی بدتر بود ابتدا به اتاق آهو رفتند. خود زن هم آنجا بود. ظرف مدت کمتر از پنج دقیقه سه مرد و یک زن بازرس صندوق و همه جای اتاق او را زیر و رو کردند. فرشها را کنار زدند، دوشکها را سیخ آژین کردند، لحاف کرسی را از رخت خواب ها بیرون کشیدند و با دست همه جایش را امتحان کردند، چیزی نیافتند. به اتاق هما رفتند، آنجا هم چیزی نیافتند. از به هم صندوق هما و حرکاتی که این زن از خود نشان میداد به شک افتادند. سغرا مفتش که برای همین گونه مواقع همراه آنها بود در گوشه اتاق کوچک بدن او را گشت یک قبار ساتن کرمی گلدار را با سنجاق زیر پیراهن بسته و از نظر معمولین پنهان کرده بود رنگ هما مثل گس سفید شد حالتهای نازنین او که در وضع معمولی هر مردی را از پای میافکند، در روح آن مردان از ریخت برگشته ابدا تأثیری نداشت. هما مطلقا خود را باخت و به لکنت افتاد. این را شوهرم از خراسان بر اون سوقت آورده قاچاق نیست. منبولین با پارچه به حیات آمدند. سید میران هنگامی که از کنار هما رد میشد زیر لب او قردید. این دستگل چی بود که به آب دادی؟ چرا قبلا به من نگفتی این رو داری تا فکری برش کرده باشم؟ هما که هنوز حالش به جا نیامده بود با ترس و پشیمانی گفت میخواستم همین امروز اون رو به خیاطی ببرم خب نراحت نباش در صندوق هر زنی یک قوار از این پارچه ها هست گرفت و گیری نداره خدا کنه فکر کنن همون یکیه اگه پرسیدن چرا پنهانش کردی بگو ترسیدم همت خب دهان گشود که چیزی بگوید سید میران که یکی از مأمورین در همان دو قدمی انتظارش را میکشید نماند و پیش سایرین به حیات رفت از نگاه های شیطانی مأمورین به دوربر حیات و سوراخ سقبه های آن پیدا بود که باز خیال ادامه تفتیش را دارند. سقر مفتش این زن مرد مانندی که از سالها پیش از کشف هجاب لباس مردانه به تن می کرد و با روی و موی باز هر جا دلش می خواست در شهر می گشت. کسی که از نگاه سرد و بیروهش حتی آبرین معمولی خیابان نیز می ترسیدند. وقتی که دست زیر بغل کنار سید میران ایستاده بود به طور خودمانی و آهسته از او پرسید این قبار ساتن و خانم شما از کجا آورده؟ سید میران با تردید و تأمل جواب داد سابق بر این به خیاتی می رف. شاید اون رو از اونجا آورده من درست نمیدونم. و شاید هم از اول داشته همان مردی که در ابتدای ورود به خانه با او حرف زده بود و قد بلند و خوشگیده داشت و هنگام حرف زدن پلکایش را می بست با تذکر گزنده و شومی به او گفت غیر از این یک قوار پاچه در این خانه اجناس بیشتری هست که شما مخفی کردید ما از این موضوع اطمینان داریم اگر شخصا جای اون را نشون بدید که موجب سرگردانی و اطلاف وقت ما نشه بدیهیه که طبق قانون در جرم شما تخفیف رعایت میشه سید میران به چپ و سر تکان میداد بسیار خوب میفرمایید نیست پس شروع میکنیم از همینجا ممکنه بفرمایید این زیر زمین که درش قفل مال چیه سید میران اندکی خود را باخت با این وصف به راحتی جواب داد این زیر زمین در دست زن و شواری بود که حالا مردن یعنی خیلی وقت نمیشه که مردن از بابای اون هنوز اینجاست و کلیدش در دست میخواست بگوید کلیدش در دست خواهر همسایه مرده است که در همان خانه مینشست سر را نیز به طرف خورشید و خود زم که در ایوان ایستاده بود برگرداند اما فورا حرف دهانش را عوض کرد و گفت بله کلیدش در دست پسرشونه پسر اونا چی کار است و محل کارش کجاست محل کار معینی نداره هر دو روز یه جه کار میکنه این روزا گویا سنگکشی میکنه اما نمیدونم برای کی روزا معمولا چه وقت به خونه میاد اونم پر معلوم نیست از سه روز پیش که اومده بیل اسپار پدرش رو برده که بفروشه تا به حال دیگه پیداش نشده اون پسره که لات و بیشعوریه و هر بار به خونه میاد با امه خودش بر سر همین اشیاء بی اهمیت جنجالی به پا میکنه که ما مجبور میشیم به زور بیرونش کنیم با همه این احوال چون یتیم و بیکسه و پدرش هم کارگر من بوده نخواستم جوابش کنم به علاوه این زیرزمی به چه درد من میخوره که بخوام جواب کنم مفتشین بیشتر از اون گوش به توضیحات وی ندادند با یک تیک سیم قفل را باز کردند گربه ای معو کرد و از سوراخ هواکش اتاق که به زیر پله ها گشوده میشد بیرون پرید. خود را تکان داد و رفت از لب حوز آب خورد. زیر زمین نمناک و نیمه تاریکی بود که گمان نمی هرگز محل سکونت کسی بوده است. بوی پوسیدگی و نا و هوای ماندهش چندان چنگی به دل نمیزد. روی زمین فرش و گلی می دیده نمی شود. ولی گویی خود همین موضوع برای مفتشین از پاداش هنگفتی حکایت می کرد. و دیوار کاهگلی و بدون تاخچه آن چند قربیل بوجاری قد و نیم قد ریز چشمه و درست چشمه به میخ زده شده بود و به تدریج که چشم به تاریکی عادت می کرد باقی اشیا و اساس اتاق متروک معلوم می گردید. در یک گوشه کندوی بزرگی دیده میشد که روی آن یک کرسی به طور وارونه گذاشته بودند. در درون کرسی یک منقل لب شکسته ی گلی متکای پردر چرک پاروی چوبی و یک سبد پر از پنبه کهنه ی لحاف بود. در گوشه دیگر تقاری شکسته پر از سوسک و پهلویش یک تلموش و مقدار زیادی هسته حلو که یادگار آخرین سفر گل محمد از ماهی دشت بود روی زمین به چشم می خورد. دیگر از چیزهایی که آنجا دیده میشد مقداری روده خشک شده و تابیده بود که به درد ساختن قربیل می خورد و دوک شکسته مرحوم خال بیگم هر یک از این اشیاء فرسوده یک قاضی از نقطه نظر مأمورین می توانست راهنمای بزرگی برای کشف جرم باشد یا نباشد یکی از آنها با عصای دستش به تخته پوسیده سقف و همچنین کف زمین زد و به صدای آن گوش فراداد در روی کف اتاق جایی نظر آنها را جلب کرد که صدای خالی میداد سید میران گفت که سابقا جای چال کرسی بوده است. گوش نکردند. با یک میله آهن که سرش از میان کرسی بیرون آمده بود زمین را کندند، خاک را کنار زدند و مثل اینکه پیش از کار از موفقیت خود صد در اطمینان داشتند بیان که اظهار تعجبی بکنند کیسه برزنتی بزرگی را بیرون کشیدند. تفتیش به همینجا پایان یافت. ده دقیقه بعد وقتی که معمولین برای استراحت و در این حال تنظیم صورت مجلس روی تخت خواب میان حیات نشسته بودند همسایه ها با تأسف فراوان دریافتند که موضوع از چه قرار است و صاحب نی نیک آنها با چه بد شگونی تلخ و نگفتنی روبرو گشته است توبها و قواره های ساتن و سیلک و اطلس کرپتوشین، فایدوشین و سایر مصنوعات از این قبیل به های شیرین و دلربا روی تخت کومه لغزان بزرگی را تشکیل داده بود همه تعجب می کردند که آن همه جنس قاچاق چه وقت و چگونه وارد خانه شده و چطور سید میران آنها را در زیر زمین چال کرده بود که کسی بو نبرده بود اولین فکری که به خاطر هر یک از زنها و دختران همسایه می رسید این بود که ای کاش می در آن موقع قوارعی از آن ثروت برباد رفته را به نحوی مال خود قلم داد کنند تا هم به نوایی رسیده باشند و هم به آن وسیله جرم صاحبخانه سبکتر شده باشد اما دریق از آرزوها و حضرتهای بی حاصل این نوزادانی که چشم به جا نگوشوده تقمه مرگ می شوند. معمول قد بلند و خشکیده مشغول پاک کردن کلاه و لباسش از تارهای انکبوت بود. زنک مرد نما دور باسه گشت روی پنجه دوپا می نشست و با ساقه گلها بازی میکرد. مثل اینکه هنوز دلش میخواست چیزی به چنگ آورد سید میران خاموش و با چهره سخت بیخون و تیره و تار روی تخت نشسته پیشانیش را به دست تکیه داده بود کاردش میزدند خونش در نمی آمد. آهو در زاویه ی اتاق خود ماتم زده و پریشان نشسته درد اصلی خود را از یاد برده بود مثل مادر مرده ها به طور تبناکی آه میکشید از روی بیقراری و ماتم مانند زبانه شاهین ترازو بدنش از شپ راست موج میداد و در خاموشی ده ها را صلیب به سینه می کفت. مثل اینکه با خود می گفت خانم خراب شد بچه ها حیران و بیدل بیقرار و مزترب از حیات به پهلوی مادر و از پهلوی مادر به حیات می رفتند آنها نیز به بچگی خودشان از روی احساس میفهمیدند که خمیر تازه برای پدر چقدر آب بر می داشت. در دریای نومیدی و غم این کودکان و حتی زنها سید میران پر کاهی زیر و بالا میشد شد که همگی با آن چنگ زده بودند. شاید مفتشین که مانند همه انسانها احساس داشتند و میفهمیدند دلشان میسوخت و از او در می گذشتند. او که در حقیقت امر گناهی نکرده بود از دیوار خانه کسی بالا نرفته و مال کسی را ندوزیده بود او که مرد نان بده نیکوکار و با همه احوال خوشنیت و نیک خواهی بود واقعا حیف نبود به خاطر حالا بگوییم یک اشتباه نابودش کرد این افکار کسانی بود که اینجا و آنجا در گوشه و کنار حیات با حیرت کامل تماشاچی آن صحنه ناخوشایند بودند اما وقتی که سید میران ضربت خورده و گیج صورت مجلس را امضا کرد و همراه مأمورین با کیسه برزنتی از منزل بیرون رفت همه فهمیدند که آنچه نباید بشود شده و کار از کار گذشته است آب ریخته شده جمع شدنی نبود با این وجود سید میران جانب تلاش و تشبس را رها نکرد. آن شب به کوشش میرزا نبی و یکی دیگر از نانواها آقای چلبی معروف یا اکبر قوش به قید زمانت آزاد و به خانه بازگشت و خود این موضوع اجالتا اولین موفقیت بود. زیرا مرد آبرودار و نیکنام که مسئولیت اداره سندی را به عهده داشت نمیخواست اسم حبس و زندان رویش بماند هرچند برای یک ساعت بود همان شب قبل از آن که شامش را بخورد به دیدن یکی از اعضاء دون رتبه عدلیه رفت که با وی سابقه آشنایی داشت به راهنمایی او وکیل گرفت روز بعد به مشورت با وکیل خود و موافقت پنهانی یکی از مأمورین زیمتخل در شکایت مفصلی که تسلیم عدلیه کرد منکر این شد که اصلا اجناس مال او بوده است به بهانه نداشتن سواد و عدم تشخیص سیاه و سفید صورت مجلسی را هم که آن روز در خانه پایش را امضا کرده بود از درجه اعتبار ساقط دانست به خورشید و سایر همسایه ها سفارش کرد که اگر از آنان تحقیقاتی به عمل آمد بگویند که زیر زمین مورد تفتیش در دست صاحبخانه نبوده و از زمان فوت گل محمد درش همچنان بسته بوده است. از جلال هم لازم نبود دیگر اسمی به میان آورده شود. در حقیقت خود خورشید هم نه تنها با این نقش مخالفتی نداشت بلکه کاملا موافق بود گفته شود اجناس مال برادر متوفای او بوده است. و مسلما دولت با مرده ای که دستش از دنیا کوتاه شده بود کاری نمیکرد و نمی توانست بکند. ظاهر قضیه تا آنجا که مواد قانون بالوپر می گسترد حق به جانب بود. سید میران راضی و نسبتا خوشحال تا آنجا پیش رفت که در یک دادگاه حرفش به کرسی نشست. اما در دادگاه دوم با کمال بی لطفی ادعای او بی اساس و نوعی تشبس برای فرار از جرم تشخیص داده شد. محکوم شد و در نتیجه این محکومیت علاوه بر جرمی که به او تعلق گرفت و حق وکیل و دهنشیرین کنی به این و آن که از جیبش بیرون آمده بود مخارج دادگاه را نیز پرداخت و روز آخری که پس از یک ماه و نیم کش و واکش و تلاش پرتب و تاب کار خود را با آن ترتیب پایان یافته دید و دست از پا کوتاهتر به خانه آمد همه افسوسش از این بود که چرا همان روز اول جرم قاچاق را چه بود نداد و خود را راحت نکرد چون این به نظر می رسید که دستگاه پرتول و عرض عدلیه از وکیل و منشی و مشاور گرفته دید. تا مدعی العموم و عضو دادگاه و عریض نویس دم در مثل خالبازهای گذر چوغا سرخ یکی ورق میانداخت و هم دستش به عنوان بازیکن اتفاقی که هرگز نمی باخت دادیان ساده دل را به طمع برد به دام میکشید، جز بیچاره کردن بندگان خدا کاری نداشتند این خال سیاه این خال سفید هر کس خال سیاه را برداشت یک تومان روی زمین از آن اوست و صد رحمت به معمورین عبوس گمرک و سغرا مفتش آنچنانی که او حتی جرأت نکرد سیگاری تا آروفشان کند. در این مدت چیزی که هستم به فکر سید میران نمی آمد موضوع تصمیم او دائر بر طلاق آهو بود. از شکست و ضرر تلخی که متحمل گشته بود به همان نسبت که جسمن تحلیل رفته بود افتاده حال و فروتن شده بود. از خشونت گذشته و به خصوص عمل آن روزش نسبت به زن نجیب و برد بار خود شدیدن احساس پشیمانی می نمود. با خود می گفت این خدای اون بود که منو گوشمالی داد تا تو باشی سید میران و دیگه دست روی زن ضعیف و بیدفاع بلند نکنی. زن با وفای او که خود را در غم شوهر شریک میدید نه تنها از سینه ریز و انگشترهای طلا چیزی که دیگر وجود خارجی نداشت صحبتی به میان نیاورده بود بلکه در طول یک ماه و نیمی که صبح به صبح یک پاسبان خوشلباس همایل بسته و معدب مثل نوکر شخصی و بدون تفنگ دنبالش به در خانه می آمد و به آگاهی و ادلیه و اینور و آنور می رفتند. چون حس کرده بود چهارش در آن موقع حساس در تنگنای بی پولیست یک بار آورده بود سی تومان و بار دیگر هجده تومان به او داده بود. پاسبانی که به در خانه می آمد و او را می برد اگر پیاده می رفتند همیشه یک میدان از وی فاصله می گرفت تا کسی نفهمد دنبال اوست و گاهی اوقات نیز وظیفهش فقط به این منحصر می شد که بیاید او را خبر کند و خود برود تا ظهر در قهوه خانه بنشیند. آهو آه می کشید و خود را می خورد. قم بر غم مثل ناخوشی بر ناخوشی او را از پای در می آورد. دست بر دست میزد و ناله می کرد دید این مرچه به روز خودش آورد. به خود تصدیت میداد. خیلی خوب تا چشش کورشه اینم بالای قریار. هنوز برای هیچ کس روشن نبود که چه شیر پاک خورده ای رفته به مأمورین خبر داده بود که درم خانه جنس قاچاق هست. اکرم که از فرط زیرکی نادان و از فرط نادانی فضول و بی ثبات و غیر قابل اعتماد بود با همه احوال بعید می چنین کاری کرده باشد از شوهرش که خلق و خوی ولگردان را داشت چندان دور نبود اما شک سید میران بی آنکه اساس درستی داشته باشد همینطور بی دلیل به بیبی خواهر خورشید می رفت که به آن خانه رفت و آمد داشت و در این اواخر چه بسا روزها خود و دختر بزرگ سالش کوکب تا دیر وقت شب آنجا در زندگی اجتماعی که بر اساس ارتباطات و متقابل استوار شده است بسیارند کسانی که شادیهای خود را از ترس آنکه مدعی پیدا نکنند مثل گربه دوست و گوشت به گوشه میبرند و نجویده میبلند اما کمند کسانی که بار غم خود را برای اینکه به دیگران سرایت نکند به تنهایی بردوش میکشند. این گونه کسان مانند فیلان مارگزیده گزیده که به عمق دره پناه میبرند و تا دم مرگ یا بهبود کامل تنها میمانند گویی دردی دارند که نمی به دیگران بگویند یا ظاهرا چاره آن را به دست هیچ کس نمی بینند بیبی خواهر خورشید نیست یکی از این گونه کسان بود او زن دوم شوهرش سلطان قلی بود و از شوی اول خود یک دختر هجده ساله که همان کوکب باشد داشت سلطان قلی با اینکه پیر و ناتوان بود شب و روز کار می کرد تا سعادت خانوادی کوچکش تأمین باشد کار و زحمت لایم قطع مثل یک غریزه سخت بنیان در خمیری او جا گرفته بود از پاکدلی فداکارانه او همین بس که در عالم فقر و بی بهترین جهاز ممکن را برای نادختریش فراهم کرده بود جهازی که در محیط گرداگرد او برای دختران در حکم اکسیر و کیمیا بود همه کسی این موضوع را خوب می دانست دختر سبز روی بیبی بی خانم شش کلاس در مدرسه درس خوانده و اکنون که سوادش تکمیل شده بود در خانه به دیگران درس میداد. و آیا همین کوکب و مدرسه رفتن عجیب او نبود که سرمشق دختر آهو و به همین منبال خیلی های دیگر شد؟ باری سید بیران که ارزش انسانها را در درجه آمیزش پذیری آنان میدانست، این خانواده را که در لاک بینیازی فقیران فرو رفته بودند خوش نداشت از مرد به این اسم که پالهنگ زنش را به گردن نهاده است و از زن به این بهانه که شوی را ابله گیر آورده است بیزار بود از آنجا که خودش از بیبی بی بدش میآمد فکر میکرد بیبی هم از وی بدش میآید و روی این دشمنی پوچ که البته در طول زمان به شاخ و برگ بدگویی ها و افتراعات سخنچینان نیز آراسته شده بود پای زنک را از خانه خود بریده بود و اکنون که موضوع کشف قاچاخا به میان آمده بود حدس میزد بیبی از دهان اکرم چیزی شنیده و به خاطر حق کشف یا بدذاتی جبلی رفته و به مأمورین خبر داده است درست بود که بیبی بی در خانه می نشست که صاحب آن یک مأمور تأمینات بود اما این مسئله چه دخلی به مطلب داشت آهو با دیرباوری و حیرت چنین حسی را میپذیرفت اکرم که توانسته بود پیش سید میران خود را جا کند مطلقا از تهمت مبرا بود اما اگر هم مطلب دانسته یا ندانسته از زبان این زن جایی درز کرده بود در هر حال از نظر آهو همه آتش ها از گور هما برمیخواست که اگر با ادا و اطوار و حوث های سیرائی ناپذیر خود، دست و پای مرد ساده دل را در پوست گردو نمی گذاشت و زیر بار هزار تومان قرضش فرو نمی کرد سید میران صد سال سیاه به فکر قاچاق نمی افتاد. زن تلخی دیده از این جوش می خورد که پس از آن همه پیش آمدها و تجربه های ناگوار که میباید برای شوهرش درس عبرت گردد هویش همچنان بر مسند عزت و احترام قرار داشت. به نظر می که اگر همه دنیا به جوال دوز تبدیل میشد، و به تن این مرد فرو میرفت، از خواب گران بیدارش نمیکرد. روز آخری که از دادگاه بر می گشت انگام زهر بود. زیر بغلش خربوزه بزرگی بود که شیارهای بلورزده فراوانش حکایت از شیرینیش می کرد. در همان دستش دستمالی نان روغنی دو علکه و در دست دیگرش پاکتی زیتون پرورده بود که این یکی را از رودبار برایش آورده بودند. شاید چون دستهایش پر بود خجلت کشید به اتاق هما برود. راهش را کش کرد و تبسم بر لب به اتاق آهو وارد شد. عالم آشکار چهرش عوض شده بود. آهو از این تغییر تکان خورد. استخان شقیقش بیرون آمده بود. در گوشی چشمانش قی سفیدی خشک شده بود. موهای سفید صورتش که دوبار از موعد تراشیدن آن میگذشت منظره قابل ترحمی به وی داده بود. رنگ هنایی سرش به قرمز تیره و غیر یک دستی که بیش از هر چیز نماینده حال زار او بود تغییر حالت داده بود. مجگانش آشفته و نگاهش پریشان بود. اما با همه اینها از رخسار گشاده و پیشانی موقر و بلندش نوعی وارستگی مردانه خوانده میشد که بیننده را قویدل دل می کرد. مثل اینکه حادثه بزرگی را به سلامت از سر گذرانده باشد احساس راحتی میکرد. کرد. بچه ها سلامش گفتند و خاموش در مقابلش نشستند. عرق صورتش را با دستمال خوش کرد. از نهار ظهر پرسید و مهدی را هم دنبال هما فرستاد. غم مشترک خانواده دو هوو را با هم آشتی داده بود همچنان که در مصائب بزرگ دشمنان یار و مددکار یکدیگر میگردند آنها هم غمخوار هم شده بودند باری سید میران خربازی بزرگ را با نگاه خریدار پیش کشید و ضمن آنکه خبر محکوم شدن خود را مثل فتحی که کرده باشد به اطلاع زن و بچهش می رسند. با گشاد طبیعی ذاتی با آنها تسلا داد آدم تن سالم باشه مال چه اهمیتی داره بچه ها را دلسوزانه و به چشم پر یک یک از نظر گذرانید دستی به سر بیژن که پهلویش نشسته بود کشید و بعد از لحظه ای تعمل چون که گفتی با آه درونی خود مبارزه کرد گفت این هم لاغر شدن معلوم قصه خوردن این روزا کمتر می دیدم میونه بچه های کوچه بازی کنند هما با وقار همیشگی خود اما ساده و صمیمانه وارد اتاق شد سلام کرد و سید میران از فرط یگانگی و علاقه به او جواب نداد آهو با صدای پایین گفت این قضیه تعطیلات امسال اینا رو به کامشون زهر کرد سید میران شنیدم بهرام هم امسال لنگر انداخته بهرام بلافاصله سرش را پایین انداخت و با ناراحتی خود را جمع و جور کرد بیژن به آنکه ترسی از برادر به خود راه دهد گفت دقلی رفته تو کوزه یکی هم تجدید شده اشاره به خواهرش را از پشت سر مخفیانه به او سغلمه زد سید میران با گوشاد طبعی پدرانه گفت پس در این میان فقط تو قبول شدی تو که از همه تنبلتر و بازیگوشتر گوشتر بودی گمان میکنم اگه مهدی به مدرسه برس همه شما زرنگتر باشه هیچ وقت رد یا تجدیدی نشه بچه یه بازه نهوشیه آهو اینقدر هوش زیاده که گای دل و پسش میشه مریض نشه از همین حالا خیلی از درسای بیژن و روونه یه سوالی از من میکنه که به علامه هم اگه بشنوه اول میخنده و بعد میگه نمیدونم مثلا میپرسه وقتی شب میشه روز کجا میره یا چرا خدا به آدم یه چشم اضافه نداد که پشت سرشو ببینه چرا کبوتر رو درخت نمیشینه سید میران همه حیوانات روی زمین فقط جلو روی رو میتونن ببینن مگر مورچه که میگن هزار و چشم داره دیده هدهد هد که قاصد سلیمان بود از همه جونورا بیشتره کلارا مهدی که هفت سالش تموم شده بعد امسال اسمشو بنویسیم آهو الان سه چهار ماهی میشه که دندون هفت سالگیشو انداخته اما هر کس اونو میبینه فکر نمیکنه چهار سال بیشتر داشته باشه اسمشو پارسال بعد مینوشتیم کوتاهی از جانب من بود در حقیقت منم تقصیر نداشتم و اون آوردن که دیر اومدید و جاها پر شده برام هم که رد شد فقط دو نمره کم داشت رفتم بیش مدیرش هما خانمم بود گفت اگه زودتر اومده بودید بر اون کاری کرده بودم اما حالا دیگه کار از کار گذشته بهرام بیش از پیش توی لب رفت و با هاشیه قالی خود را سرگرم نمود مدی با چشمان خندان پر سر و صدا گفت من به مدرسه بیژن نمیرم که دخترون پسرون است به مدرسه داداش میرم سید میران برای فراموش کردن غم خود خنده کرد <applause> خره پس نمیفهمی همون مدرسه بیژن کوبه که دخترام هستن کلا سرت میره خب زیر چشمی نگاهی به او کرد و ابروها را بالا انداخت میان آهو و سید میران آنگاه درباره سن بچه ها و تاریخ تولد آنها بحثی در گرفت که تا کشیده شدن نهار ادامه یافت در همین موقع شاگرد دکان همزه که جوانک رشد کرده و سبز خطی بود بیان که جلو بیاید از دم ایوان بیژن را صدا زد. نان ظهر را آورده بود. هنگامی که میخواست برگردد سیر میران او را پس خواند. همزه سب کن ببینم چرا دیر؟ از دکون چه خبر؟ رحمان آردو آورده یا نه؟ جوانت جلو ایوان ظاهر شد. با دیدن زنها اخمایش به هم رفت و سرش را پایین انداخت. مثل مقصرین جواب داد. سه بار رو یه لنگا ورده و گفته که باقیشو عصر میاره اما چون تای کته بالا اومده راه است و باید خالی برگرده و حبیب گفته این که نمیشه طرز دکونداری اگه شما بخواید هر روز اینطور ما رو خالی برگردونید مجبوریم بار رو زمین بذاریم سید میرم چرا؟ گندم نیست؟ تا که منگ منگ میکنی درست حرف بزن ببینم چی میگی گندم پاک کرده نیست یا اصلا کته دکون خالیه اصلا کته خالیه الاف یه دست از تایچه ها رو گرو نگه و بعد پس داده گفته باید مشهدی میران بیاد حسابای دو ماهش روشن کنه حتی با حبیب سید میران با خلق تنگی میان حرفش دوید عجب حکایت یا مگه من روزانه شست تومان از دکون نمیگیره مگه من غروب به غروب که به دکون میام نمیرم که اون برای گرفتن پولش میاد حتی نمیذاره یه شب سهل. یه ساعت پشتش باد بخوره اگه حساب من با اون نادرستی داره چرا نمیگه به خودم بگه که به کارگرم میگه اونم به این طرز بیادبانه بریم دعا کنیم که دوباره گندم به دست ارزاق بیفته خب گفتی با حبیب چی کار کرده؟ با حبیب اوقا تلخیشون شد خب یه چیزی بهش نشون بدم کار چاه به کجا رسیده؟ گویا با رسیده چاکلا دیروز تعطیل کرده بودن میگفتن ارباب باید گوسفند سرش بکشه جلو تنور ریخت خود شاتر با گل سرخ درستش کرد حاجی خمیرگیر هم امروز حالش خوب نبود برادر زدش به جای خودش گذاشت و رفت خونه بخوابه خیلی خوب برو امروز از خودم به دکون میام حاله گوسفندم بکشم بدم شما بخورید و پشت سرم بد بگید سید میرن با حالتی اندیشناک خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری خالی کرد آهو پرسید حاجی خمیرگیر بردرزاده نداشت سید میرا با همان حالت متفکر و نیمه پریشان یه نفره که تازه تو سلکان اومده اینجا کار بکنه شبا چون مکان و معوایی نداره تو دکون ما میخوابه آهو با نوعی ترس و عدم اطمینان حالا که دیگه کش و واکش و بیا و برو اون قضیه لعنتی هر جور بود تموم شد کمی بیشتر به کارت برس سر و دکونو بگیر آدم نباید کارشو به امید خدا بذاره و بره در این سال و زمانه هیچ کس برای کسی دلش نسوخته کار من از دکون خرابی نداره آسیابان از ارزاق یا الافخونه یا کته دکون گندمشو میبره و آرد میکنه بعد میگردونه کارگرام هم که تا به حال به همدلله کم و بیش در وسع خود به کار خودشون کوشا بودن و اگه احیانا در میان اونا آدم ناتو یا بدقلقی پیدا بشه با من جرأت نکرده به تابه اگر ترازودارش خوب باشه مثل ساعت کار خودش میکنه من آدم قدر و بی تشخیصی هستم اما گاه که فکر میکنم میبینم فلواقع حبیب برام از طلا پر ارزشتره اون خیال میکنه من نمیدونم مزش کمه پشت سرم یه بار به با پاشاخان گفته برای این مرد دوغ و دوشاب یکیه چه کنم؟ ای بخوام دوغ رو به مزد اون علاوه کنم سرسده اون یکی ها بلند میشه اما درد قلام رضا اینه که خیال کردی که منم لنگه پسر قلی هستم که به دستیاری آسیابون از ارزاق دو شگرد ببرم و یکی برگردونم یا اینکه گندم دولت رو هر طور بخوام زیر رو کنم نان باها اینا رو چشت خور کردم هما در حالی که آهو نیز گفت را تایید میکرد به زبان درآمد. هر کاری که سایرین میکنن تو هم بکن از اونا که کمتر نیستی زندگی این چیزا رو نمیپرسه من نمیتونم هر کاری که اونا میکنن بکنم هر کسی طوری ساختم اونا اگر گیر بیفتن غمی ندارم اما من رئیس سنفم اگر گیر بیفتم آبرو میره از این صحبت او به یاد بیچگهای گندمی افتاد که آدش از آسیا به شهر برگشت لیکن شعبه نوافل مهر باطل شده بر آنها نزده بود. اداره ارزاق که قبل از آن به نانواها گندم میداد به علت وفور قله در شهر در حال برچیده شدن بود. این موضوع در میان آسیابانها و نانواها جنبوجوش وسیعی به وجود آورده بود که میران تا حدودی از آن بیخبر بود. بعضی از این حضرات بیباک و زرنگ که به راهنمایی معمورین زیمت خل راه و چاه کار را به دست آورده بودند شتاب زده به این فکر افتاده بودند که گذشته از حوز حتی چاه خانه خود را بخشکانند کنند و در آن گندم بریزند. سید میران از میان کیف بغلی خود چند بیجک و حوالی گندم بیرون آورد به را داد تا مقدار و تاریخ هر یک را برایش بخواند. یکی از آنها را که خود از روی رنگ و رقم دست برده شده در آن می شناخت جدا گذاشت و در دل با خود گفت ای hey, به کار تو اینه که سواد نداری وگرنه تا به حال میلیونر شده بودی مدی و با هم حرف می زدن بیژن آهسته به برادرش می گفت که می خواهد عصر به در دکان برود و سوار خر خالی آسیابان بشود و تا آسیاب سواری کند. این یکی گفت که او هم همراهش خواهد رفت و اگر نگذارد لوش خواهد داد تا آقا کتکش بزند یا مانعش بشود. مادرشان ضمن اینکه گوش به صحبت شوهر داشت به طوری که او هم بفهمد به آنها تشر زد و گفت غلط میکنید برید سوار خر آسیابان بشید یعنی چه؟ این کارها کار بچه بیپدر مادر و لاته نه شما آیا میخواد دور از جون آقا جان جای جلال بگیری و آخرش سنکش بشید؟ کسی که میخواد تازه به مدرسه بره مهدی این کارا رو نمیکنه ویژن میبینی پدرت اینجا نشسته بهش بگم از دست تو چی میکشم ویژن که عقبتر از پدر نشست از دید او در امان بود زل زل به مادرش نگریست و با نگاه خود او را تهدید کرد سید میران نظری به مهدی و کلارا انداخت و در حال اندیشه و حساب گفت اگه امروز از فنا بشه باربرها خالی برگردن اونا رو به در خونه میفرستم فرش و اساس و هر چه لازمه بدید با اولاق ببرم فردا جمعه از شما رو به باغ میبرم از این خبر شادی بخش بچه ها از جای خود پریدند بیژن با جنب و و ذوق کودکانه پرسید کدوم باغ باغ خودمون نه اونجا دوره جای بهتری رو در نظر دارم واقع تپه چال که پدرت در اون حق و آب و گلی داره فردا دفتر زندگی و یاد بود بیس سال پیشم رو در پای هر سنگ و بوته و درختی برای شما ورق میزنم این تصمیم که هنوز نشانه رونق کار رئیس خانواده و صفای اخلاقی او بود برای زنها شادی عمیق در برداشت در این حال دل آنان نیز برای یک تفریح و تنوع قنجید هما در خاموشی لبخند زد و آهو گفت پس من لحاف کرسی و یکی دو تیکه از فرشو که اتیاج به شستن دارن بدن بدم ببرن آیا باربری که میاد؟ باقی جملهش رو با علامت سوالی که در حرکت سر و چشمش بود تکمیل کرد و سید میران پاسخ داد باربر آسیاب رحمونه آدم قابل اعتمادیه دو سال پیش پاشاخان کار میکنه هر چی میخواید بدید ببره عیب نمیکنه اما میل داشتم اونجا تفریح بکنید نه کار برام با لحن خواهش و با حالتی که اثر دردانگی سالهای پیش دران بود به پدر گفت اگه میشه آقا مثل اون وقت از مغازی و قبخونه یک هم کرایه بکنیم و دو سه شبم تو خونه نگهش بداریم این بعد پیشنهادی نیست حتی میتونی عوض دو سه شب دو سه هفته نگهش بداری ها ما خانم تو چی میگی؟ با گردش فردا موافقی یا نه؟ هما با لحنی قریبوار اما شاد و خوش قلب و متین گفت البته که موافقم به خصوص با پیشنهاد شاه بهرام هر اون خودش دست کمی از گرامافون نداره از روز دعوا به این طرف بهرام گو اینکه که یکی دوبار از روی حجب ذاتی فرمان زنپدر را برده بود اما هنوز چشم در چشم با او حرف نزده بود میان آنها حالت قهر و جنگ اعلام نشده ای بود که به صد دوستی می ارزید هما این پسر بزرگ و معدب هوویش را به خاطر صوت خوشی که داشت قلبا می پرستید بهرام نیز به نوبه خود مفتون شیوه های دلبری و ملاحت رفتار او شده بود آهو گفت تو آوازخونی رفت که از درس عقب موند خود وقتی میخواد رزق مورچه رو ببره بالو پرش میده من میترسم عوض همه چیز آوازخون از آب در بیاد بهرام زیر چشمی به مادر براغ شده بود سید میران آچی از سر خربوزه برید به دهان گذاشت و گفت خربازه بدی نیست از کنبازه بهتره پس این خراب شده مدرسه ای که میره مگر مدیر و معلم نداره که به اون بفهمونه راه و چاهش چیه این اگر از حالا بخواد دنبال دلی دلی باشه دو روز دیگه که سر از پوست تخم بیرون بیاره چه از میان در خواهد اومد من همیشه پیش خودم فکر میکردم از میان بچه هم بجاز کلارا که دختره اگر یکی عاقل و اهل و سر به پایین از آب در بیاد همین بهرامه اما حالا میبینم که نه کج فهمیدم او با چنگالی که کلارا از پشت پرده آورد با لطف مهرامیز به هر یک از زنها قاچی خربوزه داد هما گفت مدیر معلم کفتشون رو بو نکردن که بفهم من شاگرد در بیرون مدرسه چیکار میکنه این چیزا به عهده پدر مادره وظیفه توه بچه بزرگتر میخواد. آهو با هیجان خاص افسود. مدیر معلم خودی پاشون میلنگه. روزی که برای جشن درختکاری و از این حرفا شاگرده با لباس پیشنگی به تاق رفته بودن مدیر به اون امر کرده برای شاگرده آواز بخونه. در اتوبوسی که بودند چه در رفتن و چه در برگشتن این خونده به اون دیگه کف زدند. وقتی به خونه برگشت صداش مثل خروس اخت کیپ گرفته بود. دست باچه شدم خیال کردم خدا کرده توری شده یا کتکش زدم با این وضع فردا صبح سر اینکه پنج دقیقه دیر سر کلاس حاضر شده بود کف دستشو با ترکه آلبالو شلال شلال کرده بودم آخرشم به خاطر دو نمره ناقابل کاری کردن که یک سال دیگه عمر بچم تلف بشه برام با گوش تلخی به میان هر دوید او نبود که منو تنبیه کرد نازم بود چه فرق میکنه سگ نسوته هما گفت منم همینو میگم حقش این بود که سرابی خودش به مدرسه میرفت و کاری برش میکرد هم وقت من بهش گفتم اما از بخت بعد بهرام گرفتار محاکمه و بیابرو بود با به هر حال حالا دیگه گذشته بذار یه سال بمونه سال دیگه بهتر درس میخونه به قول ایران دختر صاحب خانم پایش برای کلاسه بالاتر قرصتر میشه سید میران با همه اینا من قبول نمی کنم اون شاگرد بدی باشه البته خودش باید بدونه که از ولگشتن گشتن توی کوچه ها بی آری کردن و دلی دلی خوندن هیچ کس به هیچ جا نرسیده میرزا نبی خطش رو پسند کرده شاه نامره که خوب میخونه پس مسلم رد شدنش تصادفی بوده اما این رو هم بدونید تصادف مثل مگس چشم داره و از حس بویایی بسیار قوی برخورداره یک بار که بر کاغذ چرب و شیرینی نشست بار دیگه به سادگی دست ازش بر نمی داره برام آهسته گفت این هیچ کدوم نیست معلم هندسه با من دشمنی داشت از آن روز باربر آسیاب برای بردن اسباب و وسایل آنها به در خانه رفت و در خنوکای اول صبح روز بعد سید میران خانواده را که نن بیبی بی نیز بر جمع آنان افسوده شده بود تا سر خیابان هدایت کرد. از آنجا برای آنها درشگه گرفت و چون کاری فوری در پیش داشت به وعده یک ساعت تأخیر آنها را روانه کرد و خود در شهر ماند. وقتی درشگه به سنگینی به راه افتاد یکی که مسافرین از پیر و میان سال و جوان احساس فرح و سبکی می کردند. جریان خونک و ملایم هوا صورتها را نوازش میداد. چهره آبرین صبحگاهی خیابان بشاش بود گویی همه آنان در تدارک این بودند که جمعه خود را در جایی به تفریح بگذرانند نزدیک کوچه فرمانداری دختر زیبایی که از بالکن امارت لنگو پاچه برهنه و سفید خود را به گذرندگان نشان میداد چند لحظه ای آنها را نگاه کرد و بعد با حالت قهری بی دلیل به درون رفت. درشکه نو و آبرومندی بود که رنگ سیاه آن با چرخهای قرمز، چراغها و بند و یراق آراسته و تمیز می و نظرها را جلب می کرد. بیژن با غروری کودکانه و سرخوش پهلوی سورچی چنان راست نشسته بود که گویی درش که از آن پدر اوست خیلی دلش میخواست از همشاگردان یا دوستان هم محله اش یکی او را بدان حالت میدید و بر موقعیت و شجاعتش قبطه میخورد هرچه برادر بزرگش ساده و کم حرف بود او لافزن و قراب بود گاهی وقتها که شیطنتش گل میکرد حتی از پشت درشک نشستن نیست ترس و عبایی نداشت در آن لحظه بسیار خوش که درختها و امارت های خیابان از جلوش رژه می رفتند. دلش می خواست بچه ای پشت درش که می نشست تا او میفهمید و خبرش را به سورچی میداد. داد. نن و بهرام روی صندلی تاشو نشسته بودند. پیرزن بخشه پشم ریسیش را نیز همراه آورده و با یک دستش که آزاد بود سماور برنجی را نگه داشته بود. بهرام جعبه گرامافون و صفحه های آن را که در جلی برزنتی بود با مواظبتی هر چه دقیق تر روی زانو گرفته بود یک پارا مردوار به گلگیر درشکه تکیه داده و همینطور که درشکه خوش خوش از شهر خارج میشد مرغ دلش در این اندیشه سیر میکرد که پدرش چه صفحاتی را از مغازه گرفته بود از میان خوانندگان زن و مردی که تا آن زمان صفحه پر کرده بودند او با ذوق و سلیقه خاص خود سید اسقر کردستانی را بیشتر از همه دوست می داشت. آهو و هما و کلارا مثل سه خانم به تمام معنی خوشبخت در نشیمن اصلی درشک راحت به عقب تکیه داده بودند. مهدی نیز مانند موش روی قالب صابون بر بسته بزرگ وسائل که بین دو جایگاه بود نشسته و دستش را مادرش گرفته بود. سر خیابان رفعتیه جوانک قد بلندی که جاهل معابانه کت فاستونی نوش را روی دوش و کلاه شاپوی مخملیش را نوک سر نهاده بود به سمت درشک اشاره کرد و سورچی در حاشیه سواره رو نگه داشت. خیلی زود معلوم شد که او صاحب یا پسر صاحب درشکه است بیان که به مسافره نگاه بکند یا بفهمد چه نوع کسانی هستند با تحکم به درشگه گفت من من نگفته بودم که مسافر خارج از شهر نگیری سوراخ گوشت گرفته بود درشکشی با خنده تملقامی جواب داد پسر ارباب یه دفعش مانعی نداره چطور مانی نداره؟ گوه میخوری عربی هم میگی امروز از حساب تو میدم مقصد اینو کجاست؟ سراب قنبر سر کوچه باغ اول اما پسر ارباب من با هر درشکه ای که بودم چه کهنه چه نو از سربالای میدان فردوسی چند قدم مسافرم رو پیاده کردم تا به درشکه و اسبا فشار وارد دشه تو از این حیث خیالت آسوده باشه اما هیجان زده سر را تکان داد و به گفته دروشک چی اعتراض کرد و خیال تو این آقای سوچی آسوده باشه که ما رو تا رسیدن به مقصد نمیتونه پیاده کنی یعنی چه اگه میخواستم پیاده برم چرا درشکه میشستم آهو اضافه کرد و ما تو آسیاب بالدار یعنی سر کوچه باغ دوم با تو طی کردیم نه کوچه باغ اول جوان به درشکه نزدیک شد اولین بار بود که مسافرین را از زیر نظر میگذرانید چهره سفید و کمی متمایل به زرد سیبیل های نگاه مستقیم و روشن و هیکلی ورزیده و چالاک داشت ابروان کشیده چشمان درشت و از هم دور چانه خوشتر و چاک زیبایی که در وسط آن بود حکایت از بلحوثی های فراوانی می کرد که آینده مثل آینه ی عروسان فرا راه او گرفته بود از روی فرصت و با ارزیابی کامل نگاهش از هما به کلارا و از کلارا دوباره به هما گشت. گردنش را مثل اینکه یقه پیراهنش تنگ باشد بالا کشید و گفته یک دقیقه پیش خود را پس گرفت. تو هر کجه که میخوان ببرشون. ولی که سوار کردی لازم نیست اونا رو در سربالایی یا هیچ نقطه مگه مقصدی که با تو طی کردن پیاده کنی. اما اینو بدون اگه فنر این درشک شکست از موزت کسر میکنم هما با خوشخلقی کنایه آمیزی که خالی از اشوه نبود گفت فنر درشکه که با تا مسافر بشکنه بر شکستم به پسر ارباب شیشتا مسافر که اونم نصرش بچه است این درشک هنوز جای دو نفر دیگم هم داره بفرمید خود شما اگه مایلیت ما میتونید پلوی ما سوار شید او که کنار نشسته بود با این گفته میان خود و کلارا به اندازه یک نفر جا باز کرد و قبل از آنکه که درشکه به حرکت درآید با نگاه شماتت باری که یک کتاب معنی میتوانست در بر داشته باشد جوان را انگشت به لب سر جای خود میخکوب کرد وقتی که درشکه یک میدان دور شد و سرعت معمولی خود را به دست آورد سورچی بیان که از توپ پسر ارباب خود را باخته باشد گفت کی از اخراج کردن میترسونه خدا رو ببین که روزی بندگانش رو دست چه کسایی میده نصف اونایی که روز جامعه درشکه میشینند. مسافر خارج شهرن این آقا که دو سلس درشکه شهر مال پدرشه برای خودش بد حسابی نکرده من مسافر به خارج شهر نبرم درشکه دیگه ای می میبره که اونم مال خود اوناست اما شب که به سر طویله میاد بیوم که در چشمم نگاه کنه هرچی پول در چندت دارم میگیره و تو جیب خودش خالی میکنه و اگه کمتر از میزان معین باشه از مزدم بر میداره تازه به این ترتیب که دیدی دو قرط نیمش و نیمش باقیه اما پرسید چرا میگه مسافر خارج شهر نگیری؟ برای اینکه دلش که نوه گرد و خاک میخوره یا احیانا لاستیک چرخش ور میاد روزی چقدر موز میگیری؟ دو تومن زنم داری؟ درش سرش را برگرداند با ستا بچه اما یه سالی که زنم از من جدا شده بی اون که طلاقشو بگیره بچه ها رو بر من گذاشته و رفته خدا زن خوبی نصیب من نکرد پس الان بچه های تو بدون مادر چی کار میکنن؟ زنت کجا رفته؟ نمیتونی رو برگردونی؟ درش کشی مثل اینکه در افکار خود گم شده بود جواب این سوالات را نداد هما به آهو چشمک زد و بلندتر پرسید حاضری امو درشکچی که منو بگیری؟ برگرد خوب نگام کن اگه پسندت هستم بدم نمیاد زنی نفر دورش باشم لاقل هر وقت بخوام بیرون بیام و بگردم پول دورش نمیدم دورش کشی که مردک پیر و شکسته حالی بود و سیبیل های های آویزان و گونه های چروکیده و فرو رفته اش حکایت از طبع خاموش و بیآزارش می کرد شلاق را بر سر شانه های ازپا که با هم بازیشان گرفته بود آشنا کرد و بیان که سر برگرداند جواب داد چه مانعی داره؟ شما از مشتی میران خباز باشی طلاق بگیر من می گیرمت هما خندید در این حال برای او سوخت و به یاد آورد که یک بار با شوهر سوار درشکه شده بود که همین مرد سرچیش بود این صحبت ها که محض شوخی و سرگرمی بود بالاخره آنها را به مقصد رساند باغ تپچال که در اجاره صاحب آسیاب برنده بار دکان سید میران بود سرچمن بزرگ و باصفا و خانه باغ تازه ساز و تمیزی داشت که روی تپه بلندی قرار گرفته بود نیمی از باقهای سبز و خرم ده سراب را زیر پا گرفته بود که با آن منظره دلباز و زیبایی می بخشید. اما از آن جهت که سرچمن باسفا نزدیک باغ و محل آمد و رفت باغ و اشخاص متفرقه بود زنها ترجیح دادند فرش و بسات خود را در گوشه خلوتتری بگسترانند. به زودی سید میران نیز با آنان ملحق گشت ما و بچه ها دوربر درخت شاتوتی که شاخ و برگش سراشی به زمین را در آغوش گرفته بود بچیدن و خوردن مشغول بودند آهو و ننه بیبی به کمک یکدیگر لحاف کرسی و تکه های فرشی را که روز قبلش برای شستن فرستاده بودند در نهر بزرگی که مرز جنوبی باغ را تشکیل میداد خیز کرده بودند برام گرامافون محبوب خود را کوک می کرد تا اولین صفحه اش را بگذارد و سماور تازه مشغول جوشیدن بود. این همان باقی بود که سید میران سرابی پیش از گرفتن آهودران کار می کرد. آنجا درخت توتی که ناصر از آن افتاده و دو سال بعدش مرد هنوز همان بود که بود. به نظر می آمد مثل آدمی که موی سرش می ریزد آن هم برگهایش کمتر شده بود سه سال پیش از آن نیز در یک مهمانی که آسیابان در سرچمن این باغ داده بودند او هم دعوت داشت اما خیلی دیر آمد و زود برگشت در این موقع سید میران راه سراب را از شهر پیاده طی کرده بود تا فرصت داشته باشد کمی به زیر و بالای کار و زندگی خود بیندیشد قبل از آن که بنشیند و خستگی در کند نزدیک هما سر شاخه پرباری را گرفت و پایین کشید تا دست زن جوان بهتر برسد چند دانه درشت و کاملا سیاه را با مهارت کند روی برگی گذاشت و با عشق باطنی که برای هر دوی آنان مشهود بود به او داد مهدی را بر سر دست بلند کرد تا یک دانه را با دهان بکند و بخورد او گفت که مواظب باشد آبش روی لباسش نریزد که به هیچ وسیله محو شدنی نیست آن گوشه باغ به قدری کنار افتاده و خلوت بود که حتی جنبش پرندگان نیز به ندرت دیده میشد شاخه ها تکان نمی خود و اگر گنجشکی بر درختی می نشست از این سکوت و سکون همه جانبه دل در برش به تپش میآمد و فورا بال می گرفت. حتی به نظر می اومد که صدای گرامافون نیز به گوش افراد خارج نخواهد رسید. وقتی همه خانواده رفتند نشستند و اولین چای خوش رنگ ریخته شد. باغبان در پیش سفید خود برای آنها میوه آورد. هرچه تا کردند از خوردن چای سرباز زد و گفت عادت ندارد. سید میران به بچه ها سفارش کرد که در باغ آزادند، می توانند بگردند و بازی کنند اما حق دست زدن به میوه ها یا کندن شاخه ها را ندارند خود او صفحه ها را رو که روی هم بیست عدد می شد یک دور پشت رو گذارد با بچه ها و زن ها گفت و خندید کمی نیز سر به سر نن بی بی پیرزن گذاشت و سپس با سیگار لای انگشتش با علاقه مخصوص برخواست تا در باغ بگردد. بچه ها به بهرام که دل از صفحه ها نمی کند و کلارا که در حول درس و امتحان تجدیدی همان فردای آینده بود برخواستند تا بروند از آسیاب میان ده تناب بگیرند و بیاورند و تاب درست کنند. بیرزن برای آشپزی پهلوی کلارا در همان حدود ماند و دو هوو با سر و وضعی کاملا آزادانه و قلبی ده سال جوانتر از معمول به سراغ لگر زدن و شستن فرش و لحاف رفتند. اگر دیرتر این کار را انجام می دادند، خشک شدنشان تا هنگام عصر و موقع بازگشت آنها به اشکال بر می خلوت و آرامش بخش با جلوه رنگ ها و عطرهای مست کننده اش برای کسانی که گرد و غبار خیابان را بزرگترین نعمت می شمارند، طبعا نمی شادیاور نباشد. در مسیر نهر بزرگ کمی بالاتر از محلی که زنها مشغول شستشوی لحاف و فرش بودند آبشار کوچکی فرو می ریخت که زمزمه یک نواخت آن مثل شاخهی که روی زمین بکشند سکوت را در هم می شکست طرف چپ نهر که باشی به بریده و تندی بلافاصله باغ دیگری شروع می شد سر تا سر سبزه و درخت بوده شاخهای سنگین و پربار هلو و گوجه که به زور شمعک راست ایستاده بودند بر ساحل آب کیپ به کیپ همه جا را فرا گرفته بود که چون کودکان ناز پرورده در گهوار خفته به لالای جویبار گوش می دادند و نرم نرم رشد می کردند. دو زن با دوستی خارج از بغض و کینه و حتی محبت آلودی که از خلق خوش شوهر و احترام آن روز کم اتفاق سرچشمه می گرفت چادرها را به یک سونهاده بودند آهو با جوراب و هما با پای لخت وسط آب می رفتند بر گوشه های لحاف بزرگ سنگ می گذاشتند. بر آن چوبک می ریختند و لگد می کردند سید میران کت و شلوار خود را بیرون آورده به درخت آویخته بود سیگار به و سباک روح از روی بلندی آن دو را می نگریست. کلاقی بر درخت گردویی روی سر زنها قارقار قار کرد و خبری به هم جنسان خود داد. دم جنبانکی بر سنگ میان آب نشست. دم خود را جنباند. جولانی داد. صدایی کرد. و دوباره بلند شد. سیره ای از لای بطه های گل سرخ که اینجا و آنجا به طور نامنظم هاشیه ی نهر را رنگین کرده بودند بیان دیده شود نقمه دلنشینی سرداد آهنگ طبیعت در قنیترین زیر و بم شورانگیز خود از هر سو به گوش می رسید هما که هوای لطیف گلستان پوستش را قلقلک می داد، بیش از هر لحظه دیگر مست و خندان بود دامن خود را بالا زد تا به قسمت گودتر آب برود برگ شناوری به ساق پایش خورد جیغ کوچکی کشید و دوباره عقب دوید روح سید میران از این معنی پرواز کرد لبخند پریده ای زد و در جای خود تکان خورد زنبق سفیدی که در گلخانه زندگی او بود بیشک در هیچ گلستانی نمی روید. او اگرچه هنوز از ضربه گیج کننده قاچاخ ها و خستگی روزهایی که مثل گوی در گردونه دولت میگشت کاملا بیرون نیامده و وضع و موقعیت فعلی خود را درست ارزیابی نکرده بود لیکن وقتی که به کنه مطلب بیاندیشید سرتاپای موضوع چیز قابل اهمیتی نبود که شایان غم باشد انسان وقتی چیزی از دستش می آنچه برایش مانده است عزیزتر می گردد. پس از آن لطمه ناگهانی شدید که جایش به این زودی ها ممکن نبود پر بشود هما به منزله دختر زیبایی که افتخار قبیله است و از حجوم قومی قارتگر و وحشی در امان مانده برای او قنیمت بود چهره سعادت آمیز و, و رخشانش چشمه نور و شادی بود خندگی نرم و کوتاهش سیقل کدورت های روح و مرهم زخم های دل بود هر لحظه که فکرش را می کرد زندگی او با آن بت سفید چهره نه داستان و حماسه بلکه غزلی بود که پایانش نقطه آغاز بود زیباروی محبوب او با گنجینه های بیبدیل حسنی که در هر نقطه از اندام بلورین خود پنهان داشت دولت پایان ناپذیری بود که آرزوی تملکش در طول ده قرن سیاه مثل اشک مذاب شمع از اشعار نقض گویان ایران چکیده و چکههایش در صدف زمان تبدیل به خون گردیده بود اگر همه سوز و گدازهای عاشقانه آن شعرا در وصف زن و زیبایی مانند آن نهر تبدیل به رودخانه میشد و در زیر پای او جریان می یافت آیا قادر بود ذره وی را از حال دلدادگانی که صدها سال قبل از به وجود آمدنش ایجاد کردند و دل به مهرش بستند و از هجرش سوختند با خبر سازد؟ آیا خود سید میران بیست سال پیش از آن در همین باغ هر بار که از کنار نهر حاضر میگذشت این آرزو در دلش پر نمیزد که به حکم یک معجزه خدایی یا تصادف افسانی پریپیکر زردین موی روبروی خود ببیند و آجزانه یا با تسلط ماده افکن مردی از وی کام دل به طلبد؟ از از کار گیتی، این او و این همان پریپیکر که دلش آرزو می کرد آیا قرابت های زندگی که از رؤیا به شکل عمل در می آیند و بر سر راه انسان جامعه حقیقت می پوشند. باید بر طلب و تکابهوی وی بیفزایند یا او را از آنچه به دست آورده است پشیمان سازند اگر او گاهی به این می اندیشید که مهر ما بیش از اندازه در دل گرفته است برای این بود که به راستی دوستی این زن جزئی ای از وجود خود او شده بود عیبهای او با همه بزرگی که داشت کوچک بود خود حسنی بود که بی آن جامعه دلبری ترازی نداشت با این وصف هما بعد از آن پیش آمد و به خصوص از لحظه ای که دید قالیچه های بزرگ به گرو رفت اندکی بر سر عقل آمده بود در دو ماهی که گذشته بود سنگین و رنگین بیخ خانهاش نشسته و از لحاظ حوض زنانه جز یک باد بزن دست صاف تاشو که سه تومان پولش شد جفتی کفش ورنی و جوراب و شیشه ای عطر یاس چیزی نخریده بود. تا آنجا که خبر داشت حتی برای دیدن نزدیکترین دوستش مرزیه خیاط از خانه بیرون نرفته بود و این یکی از آرزوهای همیشگی سید میرام بود که او ما کمتر در خیابان خود را به رخ این و آن بکشد کمتر برایش خرج بیهوده بتراشد و بیشتر به کارهای داخلی خانهاش برسد. زمانی بود که پول مثل آب جوی در دست او میگشت که او نمیدانست با آن چه کار بکند از روی هوس همینطور که هما باد بزن و چتر دست صاف میخرید و البته پر بی مصرف هم نبود او اسباب خانه و حتی چیزهایی میخرید که مطلقا جنبه تجمل داشت سال به سال به زیارت میرفت سفره مهمانی میانداخت چپ و راست میریخت و میپاشید و هرگز هم به نیستی و ناداری نمی اندیشید. اما اینک بعد از پنج سالی که این زن را گرفته بود در حالی که دیگران کلی پیش افتاده بودند او روز به روز پس رفته بود تعادل دخل و خرجش به میزان قابل توجهی به هم خورده بود هر کوششی که برای بهتر شدن کارش کرده بود بدتر به ضررش تمام شده بود شکافی که میان او و آینده به وجود آمده بود روز به روز وسیعتر میشد او به خوبی میدید که اگر همت میکرد میتوانست ضمن که دکان را میگرداند کارو پیشی دیگری نیز اختیار کند همچنان که میرزا نبی دوستش نانبایی داشت آسیاب هم گرفت خودش گندم خورد می کرد و خودش میپخت و علاوه بر آیدی ای که نصیبش میشد از هزاران دردسر راحت گشته بود آری او نیز میباید از اوقات فراوان بیکاری خود که تا این زمان غالبا در قهوه خانه ها خانه یا اینجا و آنجا بیهوده تلف میشد استفاده واقعی بکند با این فکر هلوها را دور زد و به نظرش آمد که به خواست خدا دیگر مستقلا یا به شرکت با کسی یکی از های پرحاصل سراب را اجاره کند بهتر از این مشغولیتی اجارتم برای او میسر نبود نیم ساعت بعد از گردش خود به دور باغ به همان محل بازگشت. زنها لحاف را شست تا کرده بودند تا آبش در رود. منتظر بودند تا مرد آنها بیاید و آنها را روی شاخه زخیم درخت جلوی آفتاب بیندازد. سید میران از روی سنگ چینهای های وسط آب گذشت یک دستش را به پشتش گرفته بود. برق نیمه خاموشی از شوخی و شیطنت در چشمانش می درخشید. وقتی که به زنها نزدیک شد گفت هر کدوم از شما گفت چه میوه در دست منه از اینجا تا اون سر آبش کولی میدم. آهو پرسید اگه نگفتیم اون وقت شما به من کولی میدید. هما گفت سیب. آهو گفت زردالو. مرد دست خود را پیش آورد و تند تا نزدیک صورت زن کوچک برد میوه او بچه خرچنگ قرمزی بود به کوچکی دکمه شاخی پالتو که با ناتوانی به طور شیرینی دست و پا میزد و ما از روی ترس نیمه حقیقی جیغ زنانه ای کشید و جا خالی کرد آهو خود را نگه داشت سید میران قشقش خندید که اینقدر کم ده بیا تو رو نمیخوره فرنگی ها زند زنده زنده این رو میخورن البته نه اینا نوع دیگرشه که صد بار بزرگتر از اینه ببین آهو اصلا نمیترسه خوشم اومد آهو گفت اونم نمیترسه اطوار میریزه مرد خرچنگ را تا نزدیک پستان زن بزرگش که از شاک یقی پیراهن پیدا بود پیش برد آهو با اینکه چنده شش شد خود را عقب نکشید با لبخندی سبک مچ دست شوهر را گرفت و به قوت تکاند تا آن را بیاندازد سید میران دوباره هما را صدا کرد بیا یا میام تو رو میگیرم زن مثل بچه های چشم سفید و شیطان صفت به علامت تمسخر و عدم اطاعت با لب خود ادایی درآورد و باز یک درخت فاصله گرفت سید میران کوشش میکرد خرچنگ را که از دستش افتاده بود دوباره بردارد آهو با او گلاویز شد به صدای شوخی و خنده بزرگترها کلارا نیز کتاب به دست به تماشا آمده بود هما در حالی که هر دو مشت خود را پر از آب کرده بود دزدانه از پشت به شوهر نزدیک شد و آن را در یقه پیراهنش ریخت سید میران دست از زن بزرگش برداشت تا این یکی را بگیرد که خنده کنند و با گردن خمیده مثل کپک از او گریخت آهو که خون به صورتش دویده بود در حال عبور نگاه نیم شرم زده ای به دختر خود کرد و گفت مادر تو اینجا باش کسی قالی رو نبره ما الان برمیگردیم وقتی که سید میران به هما رسید هیجانش کاملا شکفته شده بود نگاهی سریع به چپ و راست افکند غیر از نن بیبی آدم بیگانه ای در آن حول و هوش دیده نمیشد پیرزن در یکی از کردهای گود زیر درختان مشغول جمع کردن چیلی بود و برای که آزادی آنان را مانع نشده باشد ابدا به این سوی نمی نگریست و یا برای خود در عالم باطنی دیگری سیر می کرد نن بی, بی زن آهسته کار نرم و سرزنده ای بود با اخلاق چرب و نرم و صمیمانه ندیمه های درباری که برعکس آنان قلبی رعوف نیتی پاک و افکاری کاملا ساده و بیشیل پیله داشت. موهایش یک دست سفید، هیکلش خمیده و کوچک، گونه هایش سرخ و برامده بود که در چین و چروک های فراوان آن اثر یک زیبایی دور و از دست رفته آشکارا به چشم میخورد. قصه ها و متل ها و متلک های بسیار بیاد داشت که بیشتر آنها در حال روابط جنسی زن و مرد دور میزد. دو هوو چندان از او در رو در بایست نبودند. سید میرا وقتی که دید پیرزن در ته یکی از کردها ناپدید شد دستی به دور کمر و زیر رانهای زن انداخت در یک حرکت او را هوا بر کرد و روی فرش جای بسات برد. هاشگی پیراهنش خیس و ساخهای لطیفش مرتوب و خنک بود. آهو نیز به آنها پیوست. سیمای گشاده اش با تبسم خوشدلانه ای روشن بود. مرد بازوی او را هم گرفت و روی دیگری در قلتاند. یک شوهر و دو زن شرعی در کشمکش پر هیجان و شیرین اما خاموش نزدیک پنج دقیقه بود که زیر و بالا می شدند. زور سید میران به هر دوی آنها می چربید که زن بودند و میشه میل به زیر داشتند. با این وجود گاهی شوهر را می افکندند. یکی روی سینه اش نشست و نمد مالیش می کرد، دیگری دستش را گاز می گرفت. هر سه نفر با رنگ های پریده و نفس به شما رو افتاده دست از بازی برداشتند. آهو موهای آشفتش را با انگوش صاف کرد. تکه های یک نلبکی دختر نشان را که زیر پا شکسته بود برداشت دور انداخت و هما فرش را که جمع شده بود از نو مرتب کرد. بوی تند سبزه و چمن لگت شده هوا را اطراگین کرده بود. صدای صاف و روح نوازی از میان درختان آن طرف نهر به گوش رسید. هر سه نفر در سکوتی که خود را برانم تحمیل کرد گوش فرا دادند. صدا بعد از یک چهجهه بلند و بس دلانگیز که به اوج رسید و دوباره پایین آمد به زمزمه نرم و کوتاه و گیرنده ای که رعش بر دل می افکند گرایید و خاموش شد. چشمای درشت و باز هما اختیار خود را از دست داد. زن جوان وجودش از احساس زیبایی لبریز شده بود. سر را با گیسوان طلایی مواج به نرمی تکان داد و لبخند نازکی که تجسم عشقها یا آرزوهای از یاد رفته اش بود بر لب آورد سید میران نگاهش از هما به آهو گشت و به آهنگ شکداری پرسید این بهرام میخونه؟ چه میبینم؟ هرگز تصورشی نمیکردم که انقدر خوش صدا باشه صدای جیغداد بیژن مهدی شنیده شد از گفته های آنان پیدا بود که برای درست کردن تاب تناب گیر نیاورده بودند لبخند تأثر به طور افسرده ای لبهای گلگون زن جوان را موج داده بود سید میران در دنبال اظهار تعجب خود تعریف کرد نفسش خوب و آواز به لح میخونه اگه وقت بالغ شدن صداش پس نره اسم در خواهد کرد یادم میاد وقتی که منم به سن اون بودم هنجره خوبی داشتم در تمام این سراب اسمم معروف بود از سر باغ جنگل صدا می کردم تا ته باغ واضح اون رو می شنیدم. و این صدا به گمانم در خانواده ما ارسی باشه بعد که تکلیف شدم صدام نخراشیده و, و ناهنجار از آب در اومد اصولا بلوغم اومد لعیمت داره بعضی رو از اون چه هستن زیباتر و بعضی رو زشتر میکنه اما به طور کلی دشمن زرافته البته جنس لطیف از این قاعده مستثناست صدای من به همون نسبت که کشدار و برنده بود ظریف و خوشاهنگم بود بالغ شدن مثل آبلهیه که به صورت خروس میزنه و اونو چیز حجوی از آب در میره آفت هنجره من شد که بعد اصلا یادم رفت روزگاری داره شدن صوت خوشیم بودم هما با حرکت دست کم تا او را بادار به سکوت کرد و چون به این نیز قانع نشد برخاست و با عجل دمپایی هایش را سر پا انداخت و از هاشیه ی باریک کنار درختان راه خود را به سوی دیگر نهر در پیش گرفت. صدا در فاصله نزدیکتری از پشت بوته های خود روی تمشک به گوش می رسید. زن خوش و زیبا روی که دلی از آن زیباتر داشت نه شیدا بلکه مرده آواز حووزاده خود بود فاصله چند درخت و کرد و گودال را شتابان طی کرد یک بار از عجله که داشت لنگه دمپاییش جا ماند در حالی که سه قدم دورتر شده بود برگشت و باز آن را پوشید از چمنی که آب آن را گرفته بود گذشت از شیب کوچکی بالا رفت فضای باز و ریگزاری که جسته گریخته از های بزرگ و پرخار تمشک وحشی پوشیده گشته بود جلوش گسترده شد. اینجا دیگر صدا در دو قدمی او بود. خود را دزدانه پس کشید و در پناه درخت تنومندی ایستاد. بحرام چوب بلندی در دست داشت که با آن سر بطه ای را خم کرده پایین کشیده و نگه داشت. اما در همان حال مکس کرد. رویش را به طرف دهکده سراب که از فضای باز میان درختان خانه های چینه بر روی تپه و کمر دیده میشد گرداند و با اخم ملایمی بر ابروان و موج تأثری بر دور دهان که مجموعا حالت هجران زده اشاق را به او میداد آغاز خواندن کرد خدای بلدم عزیزم سوز ی اخ سوز چهمهنی ودل مهسل من بهون ظاهرارمهنی اخ ظاهرارمهنی چو یهله مسد عزیزم حوردی بردی اخ حوردی بردی ترکه دلداری بابن، تول من کردی اخ طول من کردی نگاهی دور و غمناک تر چشمانش بود هنگام خواندن به طرز دلچسب و عاشقانه ای سر را به سمت صدا موج میداد. تحریرهایش با غروری لطفامیز و مردوار ام بود که شنونده را شیداوار جلب میکرد. پس از آن ترانه کردی آوازی را که دقیقا تقلیدی بود از یک صفحه کمان صبح چندین بار روی گرامافون گذارده بود به لحن گیرا و نیکو آغاز کرد. صدایش نازک اما پرتنین و شکوهمند و حالتش به خصوص وقتی که سر را موج میداد با روح و دلپذیر قابل تعمل و دوست داشتنی بود. انگامی که از آواز به زمزمه ملایم پرداخت کاملا در درون خود فرو رفته بود. مهدی از پشت بوتها به این طرف پیچید. چشمش به آستین آبی پیراهن زن پدر افتاد و با سر و صدا او را لو داد هما ناچار خود را ظاهر ساخت برام خاموش شد و با چوبی که در دست داشت به بطه های انبوه خار زد که گرد از آنها به هوا خواست سنگی برداشت و شاخی درخت گردوی روی سرش را هدف گرفت که به گردو نخورد صدای افتادنش در آب به گوش رسید و برگی موج زنان به زمین افتاد هما به او نزدیک شد دانه تمشکی کند به دهان گذاشت و با ملاتفت پرسید چرا خاموش شدی؟ از من شرم کردی؟ پس تنابی که رفته بودید بیارید کجاست؟ برام با چوب دست خود سنگ های گرد و سیغلی روی زمین را پخش کرد. نی نبود یا شدم بود آسیا و نخواست به ما بده باربری که دیروز به در خونه اومد منو میشناخت اونجا نبود ما گفت ای بی نداره آقا میفرستم بره برای شما هر جور شده تنابیه پیدا کنه بیاره آی بی جم شما برید یکی یه مش تمشک بر من جمع کنید ببینم کدومتون بیشتر میارید خب برام رنده این ارمنی کیه که دل رو برده به من راستشو بگو ساتیکه یا جنی کدومشون برام سایه چشم را بلند کرد و با ملایمت او را نگریست همه خونی که در بدن داشت به صورتش دوید و به سرعت بازگشت بیان که سخنی بگوید دوباره سر را به زیر انداخت لبهای پریدرنگ و گوشتالویش که به آهو رفته بود به لطافت لبهای دختران بود هما به لختی زنان باردار روی زمین چون زد بازوی پسر را که همچنان شرم زده و بی حرکت در مقابلش ایستاده بود گرفت و گفت حقه من میدونم دلت درگیر عشق اون عروسک چینیه دختر ماده و ارمنی اون روز شما رو روی بوم دیدم که با هم رازی نیاز میکردیم روز رشته رو میگم برای من به زیرش نزم آدم ماده عاشق باش که همچین با سوز دل بخونه هم. اما نه از حرف من ناراحت نشو میخواستم با تو شوخی کرده باشم تو پسر معقولی هستی و از ساتی که هم هنوز بچه بیشتر نیست تازه اگرم او یا کس دیگری رو دوست داشته باشی هیچ گناهی نکردی بچه های به سن تو مطمئنا کمتر از تو عاشق نیستن اصولا آدم قبل از رسیدن به سن بلوغ بیشتر آماده دوست داشتنه زندگی بی عشق مثل زمین بی آبه خشک و بی حاصل یا همچنین که میبینی اشاره به ریگزار مقابلش کرد جای بوتای خار و سنگ و سقطه خود منم اون زمان که در ده بودم با اینکه هنوز بیش از دوازده سال نداشتم یکی از همبازیام هم که به سن تو بود عاشقم شده بود یک روز رفته بودیم سر چشم آب بیاریم از پشت سنگی در اومد و حمله برد تا به زور ماچم کنه نذاشتم و با یک گاز که تیکه از گوشتشو کردم که نشست و مثل سگ دست گذاشت به زوزه کشیدن و گریه کردم و قبل از اون که مادرش به و انتقام بگیره من فرار کردم و در کارتون مخفی شدم هم من آتیشپارهی بودم که یک ده از دستم مینالید با این وصف همه دوستم داشتم شش ماه پس از اون قضیه به شوهرم دادم برام از روی شرمی که کلافش کرده بود بیان که از حرکت خود منظوری داشته باشد دستش را تا نزدیک پیشانیش بالا برد با صدایی خراشیده و بالغوار که زنگ هیجان و التها با آن در دل می نشست گفت اما با همینه من کسی رو دوست ندارم اصلا نمیفهمی دوستی چیه و سادیکم نریدی ندیدی و نمیشناسی چرا سادیک می میشناسم با اون یه بار رو پشت و بوم خونه روبرو شدم حرف شما دروغ نیست اما من اونجا برای حاضر کردن درسام رفته بودم نه برای دیدن اون حیات خونه بلت رشتبری رشته اومد رفت سر و صدا و شلوغ بود مادرم گفت اگه جای خلوت و بی سر میخوای برو رو پشت بوم خونه در پناه دیوار و هم کسی کاری به کارت نداره و ضمن اینکه درس تو میخونی وجودت باعث میشه که کلاها نیان رشتایی روی تناب یا مفرش رو به هم نزنن در همین موقع که من بیخیال اونجا نشسته بودم و درس میخوندم یه دیدم در راه کان مقابلم باز شد و دختر مادم ارمنی و دختر موبور دیگه که اغلب به خونه اونا میاد و در کوچه با هم میگردن روی بام ظاهر شدن در فاصله ده متری بالای نهر خوشه ی کشمش کولی با دانه های یاغود گونش همراه جریان کند آب پایین می آمد. برام برای آنکه خود را از ادامه آن صحبت معاف دارد به انتظار آن روی پنجه پا کنار جوی نشست و با چوب آب را گلالود کرد. هما فورا رفت پهلویش نشست و رازداران افزود اون دختر چشابی رو میگی. و تو رنده اسمشو نمیدونی چیه جنی نه به جون آقا همین حالاست که اسمشو میشتم خلاص اول همین جنی و بعد ساتیک بالا اومدن به من نگاه کردن و بیوم که حرفی بزنن دوتایی لب بوم رفتن بهرام یادش رفت خوشه کشمش کولی را از آب بگیرد از پشت جانپنا کوچه رو تماشا کردن و پشپش پش کنن دو سه بار به من خیره شدن و خندیدن. ساتیک منو به معرفی کرد و گفت این برادر کلارا است. با شورا هم مدرسه است. امروز گویه قاچاق شده و مادرش خبر نداره. من گفتم دختر دروغگو میخوای برم این موضوع رو به برادرت بگم تا پنجش رو تو شکمت فرو ببره؟ چشماشو درون رو زبونشو بیرون آورد و فرار کرد. رفتم راپلکان پلکان باستاد. در همین موقع بود که تو برای پنج کردن رشته بروی تناب سر رسیدی و اونا رو اونجا دیدی. خب بعد که من رفتم چی شد؟ عرقه نگفتی کلا به سرم گذاشتی؟ بعد هیچ جنی اومد همطور که تو نشستی روبری من نشست و به مسخره تو چشمام نگاه کرد میخواستم کتابم و ببندم و بلنشم به حیات برم اون رو از دستم گرفت صفحه رو وارونه باز کرد چیزایی به ارمنی گفت یعنی به اصطلاح از روی کتاب با انگشت خوند باز هر دو کرکر خندیدن و من رو دست انداختم نه بازم باقی داره من همه چیز رو دیدم آخر سر همون جنی وقتی که خوب خنده هاشو کرد و عداهاشو اومد چنگی علف از روی بوم کم تو صورت من پاشید و به پشت در راپله فرار کرد. اگه در حول امتحان روز بعد نبودم تا میان حیات خودشونم کشده بود ترقیبش میکردم و با یک کشیده آبدار جواب پر رویشو میدادم. اه تفلک لذیتا رو بالا آوردم. آتیش ها. که گفتی اولین بار بود اون رو میدیدی؟ به هیچ گفتگو تقصیر اونا بزرگتر از اون بوده که بدون کیفر بمونه آیا امتحانی که فردای اون روز داشتی هندسه نبود که اون روز نام رو کم آوردی اما اگه من به جای تو بودم جواب بهتری داشتم که بهش بدم برام آخه تو چطور دلت میاد به صورت جنی سیلی بزنی صورتی که از برگ گل نازکتر و از کلوچ پنبه نرمتر و سفیدتره اگه اون به تو سیله میزد تو عقد داشتی رو سرش برگای نازنین گل بریزی مگه نشنیدی که گفتن خوب رویان را مزنید مگر با شاخه گل یا تار مجگان اگه فقط یک بار در اون چشمای آبی سیر که از مهر و زیبایی و طلب و عشق مثل دریای طوفانی موج میزنه به نظر خریدار نگاه میکردی بیشک حالا این حرفا رو نمیزدی هرچند که کینه به خصوص پیش بچه ها یا کسی که روح بچگونه دارن خالص ترین نوع عشقه بهرام هنگام شنیدن این گفته که بیان کننده نوعی یگانگی میان او و زن پدر بود برای آنکه هیجان خود را بپوشاند چند سنگ جلو خود را جمع کرد و یکی یکی در آب انداخت خوشه کشمش کولی کمی پایینتر در حاشیه نهر به نحال کوچکی گیر کرده ایستاده بود با پرتاب کردن سنگ آن را به آب داد آب بی نجوا می کرد نسیمی وزیدن گرفت و برای مدت کوتاهی زمزمه آبشار را که محو و خفه به گوش می رسید واضح تر کرد وقتی که هر دو برخواستند هما از روی نصیحت گفت حرفی من جدی نگیر تو باید بری درس بخونی و غیر از اون به هیچ چیز توجه نداشته باشی اما با این وصف اگه بخوای به طور ساده با اونا دوست بشی هیچ مانعی نداره ارمنیا مردمی راست کردار و بیشیل پیلن یه روز که تو هم باشی به بهانه دعوت شد میکنم تا بخونی ما بیان میخندی خود دلت بپرسه نه من حتما این کارو میکنم اما شرطش اینه که برام آواز بخونی اگه تو عاشق اونا نیستی من عاشق صدای تو هستم برام شاید خودت ندونی صدای تو فلواقع خوبتر از خوبه دلم میخواد تصنیف لیم و گل باقی رو که اون روز در تنهایی پیش خود زمزمه میکردی برام بخونی بیا منم میرم پشت درختها که خجالت نکشی آی بیژن مهدی کجایین بیا ببینم چی برام جمع کردین زن جوان تنبلانه و به تفریح در پس بوته ها ناپدید شد و بهرام با شور و شوقی تازه نقمه دلکش خود را از سر گرفت